خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتصم السلطنه بخش پانزدهم بیانیه کمیته فرقه دموکرات مسامحه مسئولین در امر جلوگیری سریع از وقایع دادوقال نمایندگان فراکسیون حزب توده و بعضی از نمایندگان آذربایجان و دسته های کاتولیکتر از پاپ در مجلس شورا و مخالفت آنان با اقدامات شدید در مورد فرقه دموکرات و همچنین فشار سفارت روسیه شوروی و وزارت امور خارجی آن کشور به دولت صدر همه و همه باعث شد که فرقه دموکرات پا را از چارچوب خواسته اولیه خود فراتر نهاده با صدور بیانیه جدیدی امتیازات دیگری نیز از دولت مرکزی بخواهد من مختصری از این بیانیه را به همان گونه که انتشار یافته بود در اختیارتان میگذارم تا بتوانید خود حدیث مفصل از این مجمل بخوانید. آنان اعلام کرده بودند که کنگره ملی بزرگ خلق در چهارمین جلسه خود به اتفاق آرا تصمیم گرفتم که نکات و عمده تقاضای خود را به وسیله اعلامیه حاوی مواد زیر به حکومت مرکزی ایران اعلام بدارند. اکنون ببینید مواد اعلامیه آنها چه بود؟ و آنان از دولت مرکزی چه میخواستند؟ لطفا به خلاصه مهمترین مواد آن اعلامیه توجه بفرمایید. مردم آذربایجان به ناب علل و حوادث بیشمار تاریخی که در اینجا فرصت ذکر آنها نیست، دارای ملیت، زبان، آداب و رسوم و خصوصیات مخصوص به خود است و این خصوصیات به وی حق می دهد که با مراعات استقلال و تمامیت ایران مانند تمام ملت های جهان به موجب منشور اتلانتیک در تعیین مقدرات خیش آزاد و مختار باشد مردم آذربایجان رسما و علنا اعلام می کنند که مانند تمام ملل دیگر برای اداره امور داخلی خود حق ایجاد یک حکومت ملی را دارند و این حکومت می تواند آذربایجان را با روش دموکراسی و حاکمیت ملی اداره کند مردم آذربایجان به زبان ملی و مادری خود علاقه خاص دارند تحمیل زبان دیگر یعنی زبان فارسی آنها را از کاروان ترقی و تمدن عقب گذاشته و راه معارف و فرهنگ ملی را بر روی آنان بسته است برای ممانعت از تحمیلات ناروا و ایجاد وسایل ترقی آذربایجان تلاوز به وسیله زبان ترکی سریعتر انجام خواهد یافت کنگره ملی به هیئت ملی دستور میدهد که در کوتاهترین مدت زبان آذربایجان را در ادارات دولتی مرسوم و تدریس آن را در تمام مدارس عملی سازد کنگره ملی که به اعتبار 150 هزار امضا و با شرکت 700 نماینده تشکیل یافت خود را به عنوان مجلس مؤسسان اعلام کرده و برای اداری امور داخلی آذربایجان یک هیئت ملی مرکب از 39 نفر انتخاب کرده و با آنها اختیار می‌دهد که در راه اجرای تقاضاهای ملی تدابیر لازمه را اتخاذ نمایند. در پایان کنگره نظر دولت ایران و تمام دولت دموکراتیک را به مطالب مذکور در فوق جلب و اعلام می‌دارد. برای اجرای این مقاصد فقط به وسیله تبلیغ و تشکیلات اقدام خواهد کرد و جنگ داخلی و برادرکشی را اجازه نخواهد داد ولی اگر دولت مرکزی بخواهد حق قانونی مردم را به زور اسلحه و قهر و غلبه از بین ببرد در این صورت به هر قیمتی باشد از حقوق خود دفاع خواهد کرد و تا یک فرد آذربایجانی زنده است در راه خود مختاری ملی مبارزه خواهند نمود. ما آرزومندیم که جهان دموکراتیک بداند که در دنیا ملتی هست که حاضر شده با تمام قوا از حقوق خود دفاع کند و در یک گوشه آسیا پرچم دموکراسی و آزادی را برافرازد و فقط با نیروی خود آزادی خیش را تأمین کند. در این بیانیه دست آخر التماس دعا شده بود که امیدواریم مقامات صلاحیتدار ایرانی و دول بزرگ دموکرات برای اجرای مقاصد ملی ما از کمک های نوع پرورانه مزایقه نکنند. بله این بود کشکیات فرقی دموکرات. روزگار میگذشت اما دیدیم که برخلاف ادعای دار و دستی پیشوری که معتقد بودند تا یک فرد آذربایجانی زنده است در راه خود مختاری مبارزه خواهد کرد همه افراد آذربایجانی زنده ماندند و زنده هستند و زنده خواهند ماند و خود مختاری هیئت ملی هم صورت نگرفته بود و نگرفت و نخواهد گرفت فقط چیزی بود به مانند حبابی بر سطح بیکران دریا و اما اینکه ندا در داده بودند در یک گوشه آسیا پرچم دموکراسی و آزادی برافراشته و فقط با نیروی خود آزادی خیش را تأمین می کنیم از آن حرفا بود زیرا کسی نیست که نداند فقط یک نیرو بود می توانست آزادی آنان را تأمین کند همین که آن نیرو رفت روسیه آزادی حضرات هم برباد رفت و پس از آن هرچه ماند جز رسوایی نبود و دیگر اینکه اگر کنگره ملی و فرقه ملی و هزاران ملی دیگر آن جماعت الواقع متکی به نیروی خود بودند چرا دست آخر التماس دعا داشتند که کشورهای دموکراتیک از کمکهای نو پرورانه در حق آنان مزایقه نکنند این که میگویم در این بلاد نسل های نسل ناچارن کفاری وقاحت ها ترس ها زعف ها، عوام فریدی ها، حق بازی ها و جنایت های چنان پیش روانی را بدهند به خاطر چنین مسائلی است اندک میگویم و گزیده میگویم و یک حرف بس است تئاتر مجلس و حالا ببینید در آن بحران بزرگ مجلس ما مجلس چهاردهم ایران مجلسی که در آن زمان مرکز سیاست کشور بود وقت گرانبها را با چه چیزهایی تلف کرد و چه نمایش های مزهکی در آن اجرا شد من برای زب در تاریخ عین مذاکرات که یکی از روزهای مجلس چهاردهم را که درست مقارن با اقتشاشات آذربایجان بود در اختیار شما خواننده گرامی میگذارم و خواهش میکنم این تاتر کمدی را عینا از روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران بردارید و بخوانید بخوانید و به همه بگویید که در آن لحظات بحرانی و آشفته مجلس چهاردهم چطور وقت خودش را با گفتارهای نامفهوم و بی سر و ته تلف می کرد. عرض کنم که باز هم مسئله انتخابات دوره پانزدهم مجلس و اقامت گشن خارجی در ایران مطرح بود. آقای شیخ حسین لنکرانی رفته بود پشت تریبون تا درباره خروج از دستور سخن بگوید. توجه می فقط برای خروج از دستور حالا ببینید پس از دو ساعت چه دستتان را میگیرد برویم تات را ببینیم نایب رئیس راجع به خروج از دستور صحبت بکنید آقای لنکرانی لنکرانی بله از شهر تا و غرب از شمال تا جنوب از اینجا از آنجا از بالا از پایین از همه جای اینها جواب عرض میکنم راست راستی یادم می میرود خنده نمایندگان حضور آقایان ارز کنم من خوشحالم در عین اینکه با آن سبک مخالف بودم بر زبان نیاوردم خارج از این مجلس یا خارج از این اتاق اگر بپرسند ممکن است بگویم ولی برای آنکه از باب افتخار خودم را به زبان هم نیاورده باشم آنجا میگویم توی پرانتز یک نفر از نمایندگان آقا مختصر بفرمایید وقت بنده زیاد خواهد بود حاضقی اده برای رأی کافی نیست بیرون نروید لنکرانی میگویید عده کافی نیست برای رأی ببین آقا این هم از آن صحبت ها بود که فرمودید آقا به نیابت حضرت عالی فرمودند که عده برای رأی کافی نیست نروند برای این بلایی که تهیه شده است نایب رئیس آقا نظامنامه مجلس را هم رعایت بفرمایید لنکرانی خب حالا یک چیز دیگر میگویم من فراموش نمی کنم که یک روز سعدی سعدی بزرگوار سعدی افتخار ایران و شرق و دنیا همان مردی که به مجردی که گفته توبه کرده حتی مستی هم تحت تأثیر اشتباهاتش بوده است ما هم او را در اداد شطحیات می شناسیم همان جور که برای سایر بزرگان بشر و ادب و حکمای بزرگ خودمان سراغ داریم از این قبیل شطحیات را آن را هم تحت همین عنوان قبول می کنیم نمی آن شعر را بعضی از نمایندگان نه آقا نایب رئیس آقا از موضوع خارج نشوید لنکرانی دلایل و علل خروج را دارم می گویم نایب رئیس آقای لنکرانی ماده 63 را هم رعایت بفرمایید ماده 63 قرائت شد لنکرانی اختصار برای بزرگی کوچکی مطلب است مطلب را باید ملاحظه بفرمایید آقا مطلب خیلی خیلی بزرگ است نایب رئیس مطلب بزرگ است ولی تا اندازه هم بایستی رعایت نظام نام را بفرمایید لنکرانی چشم اجمال مطلب این بود که ما به جای اینکه میدان باز کنیم برای سایرین که از احساسات ناراضی ها برای مقاصد خودشان استفاده کرده باشند باید به عدم ناراضی ها خاتمه داده باشیم اردلان آقا ماده 63 را بخوانید. جمال امامی آخه چه کار داری به این حرفا؟ صحبتت رو بکن بیا پایین نایب رئیس آقای لنکرانی بیش از وقتتان صحبت کرده اید لنکرانی اگر امر بفرمایید اطاعت می کنم اگر میزان است بنده می آیم ساعت را نگاه می کنم ببینم چقدر بایستی حرف بزنم نایب رئیس آقا ماده شست و سه سابقه هم دارد که پیشنهاد کننده باید در اطراف مطلبش به طور اختصار صحبت بکند شما الان نیم ساعت هم بیشتر از داری صحبت می کنید لنکرانی آقا مطلب خیلی بزرگ است شیخ الاسلامی ماده شست و سه را هم رعایت بفرمایید نایب رئیس آقای لنکرانی دلایل خروج از دستور را بفرمایید لنکرانی آقا دارم دلیل می آورم او دلیل آورد ورود را من دلیل می آورم خروج را پس چه کنم آقا؟ خنده نمایندگان و علاوه یک نکته دیگر هم میخواهم بگویم بنده عرض کردم کسی حق ندارد مباهات بکند به اینکه قشون اجنبی خارج نشود معنی ندارد یمین اسفندیاری صحیح است لنکرانی ناخر این صحیح است را بنده قبول ندارم خنده نمایندگان به دلیل اینکه من میگویم صحیح است نه آقای یمین اسفندیاری من یک ایرانی هستم که اینجا هستم صحبت می کنم بنده برای خود می گویم صحیح است یمین اسفندیاری بنده پس گرفتم صحیح است خودم را لنکرانی افتخار می کنم بنده بفرمایید غلط است دکتر مشتهدی به مسخره بیشتر شبیه هستیم وضع مجلس نایب رئیس آقای لنکرانی استدعا می کنم بفرمایید بنشینید لنکرانی نه امر 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 میدهید بروم امر میکنید بروم اصلا چطور در وسط حرف من حرف میزنید نایب رئیس استدعا میکنم بفرمایید بنشینید لنکرانی متشکرم که ارفاق فرمودید اجازه بدهید یک خورده دیگر هم عرض بکنم نایب رئیس آقای لنکرانی استدعا میکنم لنکرانی نه نه اختار بکنید بگویید امر میکنم نایب رئیس آقا شما مورد احترام بنده هستید لنکرانی آقا استدعا می کنم بگذارید یه خورده دیگر مطلب بگویم نایب رئیس آی لنکرانی اینها ربطی به خروج لایه از دستور ندارد لنکرانی آقا امر کنید اختار کنید نایب رئیس شما که فارسی و عربی هر دو را خوب دانید، بفرمایید تشریف ببرید هر دو یک معنی دارد لنکرانی بسیار خوب میروم پایین اشکالی ندارد اگر امر بفرمایید میروم آقا توجه بفرمایید به شما آمدم گفتم به سایرین هم گفتم چند نوبت اجازه گرفتم همین که احساس می شود یک دانه اجازه من آنجا هست صد رنگ تدابیر درست می شود برای آنکه بنده یه خورده مطلب عرض نکنم نایب رئیس آقا بفرمایید بنشینید در جلسه آینده به آقا اجازه می دهم هر حرفی دارید در مجلس بفرمایید لنکرانی نه نه امر بفرمایید نایب رئیس آقای لنکرانی خواهش می کنم بفرمایید لنکرانی خدا شاهد است تا نفرمایید امر می کنم نمی رفم. نایب رئیس ای وای آقا امر می کنم لنکرانی بسیار خوب اطاعت می کنم این بود تاتری از یک جلسه مجلس چهاردهم چطور بود سقوط کابینه حرکت من به سوی آذربایجان آنقدر از طرف مقامات مسئول به امروز و فردا موکول شد تا آنکه در 29 مهر ماه 1324 صدرالاشرا بنا به دلایل مختلف و پس از شش ماه مقاومت در مقابل حملات گروه اقلیت مجلس شورا و همچنین فشار دولت شوروی و عوامل سیاسی آن دولت مجبور به استعفا شد و استعفا نامه خود را به حضور شاهنشاه تقدیم کرد و از نخست وزیری کناره گرفت. با سقوط کابینی صدر وضع مأموریت من به کلی نامعلوم شد برای روشن شدن وضع به حضور شاهنشاه شرفیاب شدم. علا حضرت امر فرمودند تا تشکیل کابنی بعدی از رفتن به سوی آذربایجان قدداری کنم. من امر ایشان را اطاعت کردم و در انتظار ماندم تا رئیس دولت جدید انتخاب و معرفی بشود. در جلسه دوم آبان ماه 1324 مجلس شورای ملی با اکثریت 75 رأی تمایل خود را به آقای حکیم الملک اظهار نمود و دولت نیز وزرای خود را روز دوازدهم به پیشگاه ملوکانه و روز سیزدهم به مجلس شورای ملی معرفی کرد مسئله مهمی که این کابینه نیز میبایست با آن روبرو میشد همان قضیه وخیم آذربایجان بود و در واقع از همان اوایل کار نیست همگان در حیرت بودند که مرد محتاط و آرامی چون حکیم الملک چگونه خواهد توانست آن همه حیاهوی بزرگ را آرام کرده و شعله های سوزان را رام و خاموش نماید حکیم الملک در همان اولین برخورد با مجلسیان مواجه با سوال های مداوم نمایندگان در مورد آذربایجان شد رئیس دولت در مورد وضع آذربایجان ابراز نگرانی کرد و به کنایه به مجلسیان فهماند که شعلها در کابینه او زبانه نکشیده و او نمیتواند مسئولیت گذشته و گذشتگان را به عهده بگیرد با این همه خواهد کوشید که با تدبیر و کمک نمایندگان مجلس راه حلی برای قضیه بغرنج آذربایجان پیدا نماید آقای دکتر مصدق لیدر اقلیت در جلسه 18 آذر ماه دولت را در مورد قضیه آذربایجان به شدت مورد حمله قرار داد و ضمن گفتگو در مورد تعلل دولت نسبت به حل مسئله آذربایجان به ابراز نگرانی رئیس دولت اشاره کرد و گفت بنده مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود شاید دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشند بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند و دولت مرکزی هم جریان بین المللی را اداره بکند ولی هر تغییری هر قسم تغییری که در قانون اساسی داده شود باید با رفراندوم عمومی باشد مردم همه می دانند که در استان سوم فرقه ای به نام دموکرات و مجلس شورایی تشکیل شده وزرایی هم تعیین نمودند من نمیدانم آقای نخست وزیر غیر از این چه فرمودند و چه راه حلی پیشنهاد کردند که نمایندگان به جای اینکه از قرائت گزارش ایشان گریه کنند برای ایشان دست زدند از آمدن ایشان اگر گزارش کار از کار گذشت بود اشکالی نداشت معروف است زمانی که دکتر محمد کرمانشاهی از اروپا آمده بود از کلیه مریضی سنگ بزرگی در آورد در آن هنگام مخبر دول وزیر علوم بود روزی در مجلس او تعریفی از دکتر کرمانشاهی می کنند می گویند سنگی از کلیه مریض در آورده که بزرگتر از یک تخم مرغ بوده است مخبر و سلطنه می پرسد مریض چه شد؟ می گویند مرد وزیر علوم جواب می دهد اگر این طور باشد من می توانم قلبه مریض را هم در بیاورم گزارش به مجلس شورا مسئله آذربایجان یک بار دیگر با شدت هرچه بیشتر در مجلس چهاردهم مطرح شده بود و آقایان نمایندگان اقلیت و اکثریت یکی پس از دیگری پشت تریبون مجلس قرار می گرفتند و له و علیه ماجرای آذربایجان سخن می یکی از آقایان نیز آقای صادقی بود. ایشان ضمن اظهار مطالب مفصل به بنده هم اظهار لط کردند و گفتند روزی که من اینجا باتنن موافق نبودم با استانداری آقای فرخ با آذربایجان والا بنده نگفتم برای اینکه گفته نشود اگر آقای فرخ میرفت به آذربایجان ممکن بود تفلیس و گنج و ایروان را هم جزو ایران می کرد و صادقی مخالفت کرد و نشد بعد از صحبت آقای صادقی در جلسه بعد یعنی جلسه یک شنبه 18 و ماه 1324 من ناچار اجازه صحبت از رئیس مجلس خواستم و شرح ماجرا را چنان که اتفاق افتاده بود برای آقایان نمایندگان شرح دادم. عین سخنان من در شماره 241 روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران درد شده است که برای روشن شدن غذایا عینا مطالب آن روز را از روی روزنامه مزبور برای شما می نویسم رئیس آقای فروغ به استناد ماده 109 اعتراضاتی دارید؟ فرمان فرمایان باید در همان جلسه باشد رئیس آقای فروخ بفرمایید فرمان فرماییان یک بام و دو هوا فرخ در جلسه سابق آقای صادقی شرحی بیان فرمودند و تحت لفافه نسبت به من یک توهین و تهمتی وارد نمودند صادقی بنده به شما توهین نکردم فروخ و همچنین نسبت به دولت‌های ایران که در این مدت در ایجاد حسن تفاهم با دولت شوروی اقدامی نکردند. بنده خیلی متاسف هستم. ما در اینجا در پشت تریبون مجلس شورای ملی بر خلاف حقیقت دولتهایی را متهم کنیم که نسبت به ایجاد حسن تفاهم با دولت شوروی اقدامی نکردند. اگر ما به گذشته بنگریم تا سوم شهریور می بینیم کابینه هایی را که آمدند عموما با کمال جدیت برای ایجاد حسن روابط با شوروی تلاش کردند. اول از همه آقای فروغی بود که عهدنامه سجانب را منعقد ساخت و خود روس ها هم نسبت به تلاش آن مرحوم در ایجاد دوستی ما بین معترف بودند. پس از آن کابینه آقای سوهیلی بود که خود من در قسمت اخیرش وزیر کشور بودم. و ایشان هم در روابط با شوروی حتی زیاده روی میکردند که تلگراف ایشان به اهواز که برای من مخابره شده بود هنوز هم هست پس از آن آقای قوام السلطنه متصدی بودند که بنده وزیر خاروبار بودم و میدیدم که منتهای کوشش را برای ایجاد روابط حسن با روسیه شوروی کردند آقای صادقی بهتر است انصاف داشته باشید کابینه دوم آقای سوهیلی به قدری در این راه پیش رفت که حتی در بعضی موارد حقوق حقه ملت ایران را زیر پا گذاشت و اسناد آن هم اکنون نیز نزد بنده موجود است. پس از آن آقای ساعد که تحصیلاتش در روسیه بوده است و یکی از طرفداران دولت شوروی بوده است و کمال حسن تفاهم را نسبت به دولت شوروی داشته است اما وقتی کافتار ادزه به ایران آمد و از ما تقاضای امتیاز نفت کرد ایشان زیر بار نرفتم و در نتیجه روابط ایشان کمی تیره شد من معتقدم هر مرد و تنپرسی هم جای آقای ساعد بود نمی توانست و نمی زیر بار این تحمیلات ناروا می رفت. پس از ایشان آقای بیات آمدند و ایشان هم خیلی کوشش کردند برای حسن روابط و نتیجه کوشش ایشان هم معلوم است و میبینید که روزها هنوز در آذربایجان تشریف دارند و خود آقای بیات هم برای مذاکره به شمال رفتند و اما شاید منظور شما آقای صدرالاشراف باشد آنچه که بنده اطلاع دارم ایشان هم نهایت جد و جهد را برای ایجاد دوستی کردند و من نمیخواهم دلیل مخالفت آقایان را نسبت به ایشان در این جلسه افشا بکنم و جلسه را متشنج بکنم اما شاید یکی از دلایل آقایان که صدر دست راستی بوده و دست چپی نبوده این باشد که من رو برای استانداری آذربایجان انتخاب کرده بود لابد این طور است ولی کسی از آقایان نیست که نداند بنده ابدا حاضر به این پست و یا این مسئولیت نبودم بنده نماینده مجلس بوده و هستم در آن موقع دولت به شش نفر از رجال درجه اول مراجعه کرد برای استانداری آذربایجان هیچ کدام قبول نکردند یا جرأت نکردند یا نتوانستند حتی آقای بیات هم رد کردند و آقای امیر تیمور شاهدند در این موقع بنده را خواستند و به من مراجعه کردند و من قبول نکردم از طرف مقامات عالیه به من امر شد من امر مافوق را متا میدانم زیرا عمرم در خدمت به دولت گذشته است و امروز هم که وکیل مجلس هستم تقاعد خودم را به صندوق تقاعد میپردازم و مستخدم دولت هستم و انجام امر مافوق بر من واجب است یک پیشنهاداتی داشتم که دولت زیاد توجه نکرد استعفای خودم را به دولت تقدیم کردم که حالا هم در دفتر نخست وزیری موجود است مجددا مرا در هیئت دولت احضار کردند آقای لقمان الملک که مرد شریف و وطن پرستی هست و همه آقایان اقرار دارند دامن مرا گرفت و گفت آقای فرخ در این موقع به نام خدمت به مملکت مقتضی نیست که استعفا بدهید از شما خواهش میکنم استعفایتان را پس بگیرید در هیئت دولت حاضر شدم و پیشنهادات مرا قبول کردند و من هم قبول کردم که به آذربایجان بروم وسایل حرکتم را آماده کردم و حتی کامیون برای حمله اساسی کرایه کرده بودم آن روز سفیر شوروی به طور خصوصی با مقامات دولتی مذاکره کرد و بعد رئیس دولت به من تلفن کرد که بیایید در هیئت دولت تا با هم مشورت بکنیم رفتم مشورت کردیم و قرار شد پس از چند روز حرکت بکنم وسائل حرکت را تهیه کردم باز از طرف دولت به من تکلیف شد که حرکت نکنم زیرا تلگرافی از مسکو رسیده است که ناچار بایستی باز مشورت بکنیم باز هم دفعه سوم قرار شد که من حرکت بکنم قرار شده بود روز دوشنبه حرکت بکنم اما از دربار شاهنشاهی به من تلفن شد که دولت استعفا داده است و استعفا پذیرفته شد و شما حرکت نکنید تا دولت جدید بیاید. آقای حکیمی که به ریاست دولت منتخب شدم به ایشان عرض کردم من داوطلب این کار نبودم اصراری هم ندارم. اگر شما مطابق سیاست خودتان نمیدانید من دو هزارم استعفای خودم را تقدیم بکنم. ایشان شرحی به بنده نوشتم که فعلا آن مرقوم نزد بنده ضبط است و افشای آن صلاح نیست. بعد به بنده تکلیف شد که استاندار فارس بشوم اما من از قبول این مأموریت عذر خواستم اما چطور شد که بنده یک طرفی شدم چطور شد که من دست راستی قلمداد شدم از طرف بعضی از آقایان نمایندگان اقلیت بعد نیست به این موضوع به طور خلاصه اشاره بکنم در کابینه سوئیلی که من وزیر کشور بودم یک اختلافی بین من و متفقین به وجود آمد که آنها خودشان پی بردند که اشتباه از خودشان بوده است در کابینه آقای قوام که الان حی و حاضر هستند و می توانید از ایشان استعلام بکنید دولت انگلستان از اینکه من وزیر خاروبار شده ام شدیدن اعتراض کردند ولی رئیس دولت نپذیرفت و گفت مداخله در امور داخلی است پس از آن هم روابط من با شوروی ها هیچ کدر نبود تا موضوع امتیاز نفت پیش آمد و مأمورین شوروی از من تقاضا کردند که بر علیه ساعد و بر له امتیاز نفت شمال در مجلس صحبت بکنم من نپذیرفتم و جواب دادم که من دوستی شما را در مقابل خیانت به مملکتم نمیخرم من دوستی شما را میخواهم برای حفظ منافع ایران روابط حسن و ملت های ضعیف بله این گونه مخالفت را بنده زیاد دیدم آقای حاجی آقا رضا رفی شاید نظرشان باشد که روزگاری هم کلونل بیچراغوف روسی با من مخالفت کرد و هم جنرال دانستالویل انگلیسی چرا؟ برای اینکه من حافظ منافع ایران بودم من داخل در هیچ حزبی نیستم و منتصب به هیچ جمعیتی هم نیستم و به یاری خدا قائم به ذات هستم به هیچ فیلی هم معتقد نیستم به منی دوستی جز فیل ایران ایران متولد شدم و ایران هم میمیرم نمایندگان صحیح هست و منافع کشورم را بر هر چیزی مقدم میدانم و ترجیح میدهم اما آقای صادقی فقط شما نبودید که با رفتن من به آذربایجان مخالفت میکردید نمایندگان دیگری هم مثل آقای ایپرشیان فرمانفرمایان آرداس و غیره هم مخالف بودند از خارج هم آقایان بوسوق و دوله و زفر و دوله مخالف بودند اما یک نکته را با آقایان عرض کنم وقتی به بند تکلیف شد که به آذربایجان بروم صدی یقین داشتم که برای من خطر جانی محقق است و بدین جهت وسیعت نامه خود را نوشتم و در دفترخانه نمره شش با خیال آسود امضا کردم که یک اولاد زکور دارم و آن را هم به نزدیکترین دوستم آقای سپه بودی وزیر امور خارجه وقت می سپرم که پس از فوت من تربیت او را تکمیل نمایم. آقای صادقی این را به شما هم بگویم که با رفتن من گنج و شیروان و بادکوبه به کشور ایران اعاده نمی شد. اما کمیته استقلال طلبی و تجزیه طلبی هم در آذربایجان هرگز به وجود نمی آمد. مگر که من کشته می شدم و از روی جنازه من رد می شدم آن وقت می توانستم هر کاری می خواهند بکنند و اما قضیه روابط حسنه در مورد ایجاد حسن تفاهم با دولت های بزرگ ما فقط یک تقصیر داریم آقای صادقی بنده این را تصدیق می کنم و یک گناه نابخشودنی برای ماست ما یک ملت پانزده میلیون نفری هستیم که قوای من هم به اندازه جمعیت من است اما مثلا ملت شوروی 190 میلیون نفر هستند و دارای 16 میلیون قشون این بزرگترین تقصیر برای ما ابوالعلی میگوید گفت به تیر از چه شیر شرز نگشتی تا نتواند کسد به خون کشد و خورد بدبختی ما ضعف ما و مظلومیت ماست بر طبق ماده اول عهدنامه سجانبی دولت اتحاد شوروی و دولت انگلستان هر یک منفردن و متفقا استقلال و تمامیت خاک ایران را زمانت می کنن. در ماده چهار تعهد می کنن که در نقل و انتقال و قوای ما تسهیلات لازم را فراهم کنند. در ماده شش مجددا همین هم تضمین را تعهد می کنند. در انجمن تهران سه تن از مهمترین رجل قرن بیستم مثل روزولت و چرچیل و استالین پای این عهدنامه را امضا کردند و استقلال ما را تضمین نمودن اما حالا یکی قوای ما را در پشت جاپان نگه می دارد و دیگری در پشت شریف آباد آیا این برخلاف تعهداتی نیست که کرده ان؟ آیا من حق ندارم که به نام ملت ایران مظلومیت خودمان را به تمام دنیا اعلام بکنم؟ صحیح است. آقایان نمایندگان استالین مردی که بزرگترین آزادی خواه جهان به شما رفته است و برای نجات آزادی سالها جنگیده است به ما امضا داده و امروز برخلاف امضای خود با ما رفتار می کند آیا این صحیح است؟ آقای صادقی بفرمی جواب بدهید به جای جواب گفتن کنایه نزنید که اگر فرخ به آوزر با اوجان می رفت، شیر و اونو گنج زمیمه ای ایران میشد. نه اینها این دو این کنایه ها این گونه تهمت ها شانه خالی کردن از بار مسئولیت است اگر بخواهم وارد مسائلی بشوم که هر چه هست و نیست روی دایره بریزم نه مجلس وقتش ایجاب می کند و نه مسلحت مملکت این اجازه را به من می دهد. فقط به این یک شعر اکتفا می کنم و از تریبون مجلس پایین می آیم. کل الاداوت قد ترجی اما تتها الا الاداوت من آدک بالحسد. ارعاب و وحشت درست در لحظاتی که ما در مجلس سخن از مظالم متفقین و هیاهوی مربوط به آذربایجان داشتیم آقای مرتزا قلیخان بیات به جای من به سمت استاندار آذربایجان به سوی تبریز حرکت کرده و حتی المقدور نیز سعی کرده بود که کسی از همراهانش مثل بنده و دیگران به قول آقای صادقی دست راستی نباشد روز چهارشنبه هفتم آذر ماه 1324 آقای بیات به سلامتی وارد تبریز شدند اما هنوز خستگی راه از تن ایشان دور نشده بود که امیر مالک رئیس رمز شهربانی تبریز به هنگام خروج از اداره توسط افراد فرقه دموکرات کشته شد این نخستین استقبال اعضای کمیته فرقه از استاندار جدید بود و در واقع این ضرب شست به خاطر جلسه ای بود که میبایست فردای همان روز در منزل زکا و دوله توسط پیشوری و شبستری و بیریا و فریدون ابراهیمی نمایندگان فرقه دموکرات از یک طرف و آقای بیات استاندار جدید آذربایجان و نماینده دولت ایران از طرف دیگر تشکیل می گردید. زیرا حساب این بود که شاید بتوانند نماینده دولت ایران را با همین ضربه اول وادار به قبول بعضی از تقاضاهای خلاف قانون خیش بکنند. اما وقتی موفق نشدند دومی ضربه را نیز فرود آورند. ساعت هشت صبح روز شنبه هفته هم آزر ماه علی اکبر وکیلی یکی دیگر از مأمورین شهربانی را که آزم محل کارش بود به ضرب دوازده گلوله از پای در آوردند این قتل چنان مردم تبریز و ناظرین واقعه را گیج کرده و آنان را به وحشت انداخته بود که تا مدتی کسی جرأت نمیکرد به جنازه مقتول نزدیک بشود شنیدم که بالاخره پس از چندین دقیقه سطیب درخشانی سر رسیده و جنازه را داخل اتومبیل خودش گذاشت و به بهداری برد. این ضربت دوم همه مردم تبریز و مخصوصا مأمورین شهربانی را به شدت ناراحت کرد و لاجرم چنان که انتظار می رفت دست جمعی به آقای بیاد پناه بردند که چاره ای در آن بحران بیندی شد. حتی رئیس شهربانی به آقای بیاد صریحا اعلام کرد که معمولین شهربانی قصد اعتصاب دارند زیرا آنان معتقدند که قاتلین را به طور مسلح در شهر میبینند ولی دستور دستگیری آنان را ندارند اما چنانکه بعدها از قول چند نفر مطلع شنیدم آقای بیاد دستور دادند که فعلا بهتر از پایوران شهربانی در نقاط خلوت رفت آمد نکنند و هنگام خروج از اداره و یا خانه خود لاقل چند پاسبان به همراه خود داشته باشند. سرگذشت مردی بزرگ از خانواده ای بزرگ یاد دوست صحبت از آزرماه شوم 1324 است و مسائل خوف انگیز آذربایجان اما در تهران هم علاوه بر سیاست خبرهایی بود من اجازه می خواهم حوادث آذربایجان را به طور موقت در همین جا قطع بکنم و بپردازم به موضوع دیگری که خیلی زیاد مربوط به خاطرات سیاسی و یا بهتر بگویم مربوط به خاطرات زندگی خود من است. پس فعلا شرح مفصل و شنیدنی وقایع آذربایجان و یا بهتر بخواهید حقایق آذربایجان را موکول میکنیم به صفحات بعدی کتاب و میپردازیم به حادثی دیگر از آزرما که چنان که گفتم بیش از هر چیز مربوط به خاطرات زندگی خود من است. سوم آذر ماه 1324 سالگرد وفات دوست بزرگوارم سرکار امیر شوکت الملک علم بود. برای زنده نگه داشتن یاد او کمیشی یادش در قلب ما زنده است. دوستان ما مجلس یاد بودی تشکیل دادند و در آن مجلس دوستان عزیزی چون ملک و بهار و عدیب و سلطنه بیانات مفصل و مستدلی درباره خدمات آن مرحوم و خاندان کهنسالش در این آب و خاک بیان داشتند و همه این یاداوری ها باعث شد که ما مدتی مدید در خاطرات و حوادث گذشته غرق بشویم و فراموش بکنیم ناملایمات و رنگ و نقش روزگار را چرا که قبلا نیز قول داده بودم اکنون فرصتی پیش آمد که میتوانم شرح حال مرد پاک نهادی را که در جوان مردی و بزرگواری بی جفت و رقیب بود برای شما بازگو بکنم و در همین جا نیز از دوست ارجمندم آقای منصف که لطف فرمودند مدارک مستندی در همین زمینه تهیه فرموده و در اختیار بنده گذاشتن تشکر و سپاسگزاری نمایم و اما سرگذشت این عزیز ارجمند و خاندان تاریخی و کهنسال او آنچه که از دیرباز در مورد خاندان کهنسال امیر شوکت الملک علم از طرف محققین مختلف تحقیق شده است انتخاب این خاندان به عمرای دوره عباسی و حتی تاهر زلیمینین به وضوح روشن گشته است اما برای آشنایی بیشتر با تاریخ چند ساله اخیر این خاندان هیچ وسیله ای را برتر از تتبع دامندار و عمیق مرحوم ملک شعرای بهار ندیدم. مرحوم بهار در آن جلسه یاد بود که ذکرش در صفحه قبل گذشت سخنان مستند و مفصل در مورد تاریخ دیویز ساله اخیر این خاندان اظهار داشت که اکنون خلاصه از بیانات آن دانشمند فقید را به جهت تکمیل بیوگرافی امیر شوکت الملک علم به کمک می گیرم. مرحوم ملک و شعر زمن بیانات مفصل اشاره به این روایت شیرین تاریخی کرده و ادامه داده بود که اینجاست ابتدای ظهور قدیمیترین مرد بزرگ از خاندانی که بعدها نام خانوادگی علم را خود نهاد و مدت دیویست و اند سال است که در حوزه تون و تبس و قائن و بیرجند و سیستان ریاست و بزرگی دارند ما اینک بهتر دیدیم که متن مجمل و تباریخ گلستانه را که یگانه معخذ این تباریخ است نقل کنیم توی پرانتز در بیان احوال و استقلال امیر خزینه و قتل او جعفرخان و جماعت اکراد امیر علم خان فرزند اسماعیل خان خزینه که بعد از فوت والد همیشه از طفولیت ملتزم رکاب نادرشاه و تربیت یافته آن الله و به وفور عقل و کیاست موصوف و به تدبیر و شعور بین الامم مشهور آفاق و از جمعی سرکردگان و خراسان در مرتبه و جمعیت تاق بود سبق ذکر یافت که در چند روزه ی عهد شاه سلیمان وکیل و دوله به ردخ و فتق مهمات و امورات می پرداخت. چون در قیبت او یوسف علی خان جلایر و فرمان خان برادرش مستر حرکات قبیه کردید و در جز او با سرداران دیگر اتفاق کرده و شاه سلیمان را گرفته و از سلطنت خلع و دیده او را از بینایی عاطل ساخته و شاه رخ شاه معیوب را بر سریر سلطنت متمکن گردانید امیر علم خان را این مراتب بر طبع ناگوار آمده همیشه در مقام انتقام می بود. در این اوقات با جمعیت به سمت کلات رفته با یوسف علی خان و برادرش مقابل گشته کار به جدال کشیده آخر الامر یوسف علی خان و زال خان را با چند نفر از اقوام در کلات گرفته مقید و محبوس و به عرض اقدس آورده و حسب و صلاح سرکردگان و قشون آنها را به قدر رسانیده از عرض فیزبانیان با جمعیت خود برآمده علم استقلال برافراشت. نتیجه این شد که به حکم نفرتی که قزلباشان ایران و سرداران و خراسان از خانواده نادرشاه داشتند و هنوز چشمشان به خانواده صفویه بود تدابیری کرده و شاه سلیمان سانی را به شاهی برداشتند و با تهیه ساز و برگ و تشکیلاتی که از عهد نادرشاه در خراسان باقی بود و ثروتی که هنوز از خراسان بیرون نرفته بود دولت شاه سلیمان میتوانست دوباره دولتی عظیم و قوی و زیشوکتی بشود و جایی برای کریم خان زند و قاجاریه و احمد خان عبدالی باقی نگذارد. از بدبختی آن دولت در نتیجه اندک قفلتی از میان رفت و بار دیگر شاهروخ کور با دو پسر مختلف المشرب او به حکومت برقرار شدند. اما عمرای بزرگ برای این دولت قدر و منزلتی قائل نبودند این بود که امیر علم خان قیام کرد. و یوسف علی خان کلاتی را به قتل آورد و چند روزی نیز بر تخت سلطنت نشست. عاقبت برای دفاع خراسان از حجوم هشتاد هزار سوار جرار افغان که به ریاست احمد خان عبدالی حجوم آور شده بودند تدارک بزرگی دید ولی به سبب اختلاف میان او و بیات نیشابور و اکراد قوچانی و زعفرانلو دولتش برهم خورد و خودش به قتل رسید. خانوادی او که از هستی ساقط شده بودند و علل قاعده بایستی محو شوند به واسطه استحکام ریشه ای که داشتند از بین نرفتند و در قائنات باقی ماندند منتها ریاست با تیره دیگر از این توایف افتاد باید دانش ضربتی که بر این خانواده از قیام میر علم خان و سقوط او وارد گردید نه تنها حس سرکشی و آرزوی تندروی را از سر آنها بدر کرده بود بلکه یک نوع ملایمت و فکر و تعنی که لازمه هر مغز متفکر و رنج دیده است در این طایفه پیدا شد و نتیجه اش خوشرفتاری با عموم و ملایمت و اطاعت از حکومت مرکزی و سعی در آبادی محل و اصلاح حال رعایا که یگان جبران خسارت مافی را تواند کرد بوده است. در جنگایی که بین لطفلی خان زند و آقا محمد خان قاجار دست می دهد. این تایفه را می بینیم که با لطفلی خان پهلوان زند همراهی دارند من جمله در سنه 1208 میر علی خان و میر علم خان پسرش علم خان دوم را که در قاین حکومت دارند لطفالی خان زند را که در کرمان عقب نشسته و بلکه فرار کرده از پناه دادند و در قاین از وی پذیرایی کرده و سوارهای قاینی و سیستانی با او همراه و در محارباتی که لطفالی خان در کرمان با آقا محمد خان کرد این سوارها همراه او بودند آنچه که پس از این حوادث تاریخ در امور خاندان علم اشاره کرده است بدین ترتیب است در سال 1247 امیر اسدالله خزینه پسر امیر علم خان دوم حاکم قائنات و تون و تبس است این مرد در ورود نایب و سلطن عباس میرزا به خراسان معرفی می شود و او را عبدالرزا خان یزدی که از باف گریخته به تبس پناه و برده است در نزد نایب و سلطن شفاعت می کند و پذیرفته می شود. در سال 1249 امیر علی نقی خان و یدالله خان در سفر حرات به اردوی محمد میرزا پیوستند. در 1253 و 1254 که محمد شاه در حرات بود و آنجا را محاصره کرده بود امیر صدالله خان حکمران قائنات در اردوی ایران بود و بعد از آنکه شهر قریب به فتح بود دولت انگلیس روابط خود را برخلاف ای که داشت با ایران قطع کرد به سواحل خلیج فارس حمله کرد دولت ایران ناچار دست از محاصره حرات برداشت و امیر صدالله خان به قاین و تون و تبس رفت در 1269 در دوره ناصر الدین شاه امیر قائنات امیر صدالله خان است. در 1277 امیر صدالله خان به ازای خدمت دفع ترکمنها که به آن حدود آمده بودند مخلع و امیر علم خان سوم پسر مشارون علی به نشان از رتبه اول سرهنگی سرفراز شد. در 1284 که ناصر شاه به خراسان سفر کرده بود امیر علم خان را ملقب به لقب هشمت الملک می بینیم و در همین سال هشمت الملک با اردوی دولتی بر سر قلعه ناد علی که در قسمت سرحدی سیستان از رفته آن قلعه را از دست ابراهیم خان بلوچ مستخلص میسازد و تلگراف این فتح به امضای محمد اسماعیل خان وکیل الملک و امیر علم خان به شاه می رسد. در 1291، امیر علم خان الملک را با منصب امیر تومانی می بینیم و عبارت تاریخ چنین است. امیر علمخان هشمت الملک، امیر تومانی که در سیستان خدمت کرده بود به یک قبض شمشیر مرسع مکلل به الماس مفتخر گردید. امیر علمخان، امیر قائن، که ما او را امیر علمخان سوم نامیدیم جزء بزرگان این طایفه است و خدمات زیادی به دولت ایران کرده است و در تمام مدت سرحد مهمی را که از سیستان تا حرات ادامه دارد نگاه داشته و با دولت تماس دائم داشته است و همچنین در اختلافات سرحدی و رام کردن بلوچها و پخت و پز افاقن و جلب سرداران آن طایفه و مواظبت سیاست های خارجی با کمال حزم و تناسب رفتار نموده و طوری عمل کرده که سابقه فامیلی و عزت و محبوبیت محلی خود را از دست نداده است. امیر علم خان امیر قائن در 1309 قمری فوت شد و از او سه پسر مانده است. یک علی اکبر خان هشمت الملک که بعدها حسام و دوله لقب گرفت و حاکم سیستان و تبس بود. و در سال 1333 قمری فوت شد. دو امیر اسماعیل خان شوکت الملک که تا سال 1322 قمری حاکم قاینات بود. سوم امیر ابراهیم خان شوکت الملک علم که از 1322 به بعد به حکومت قاینات رسید و اکنون نیز سرگذشت او مورد بحث ماست. مرحوم علم را میتوان گفت نخبه و زبده اولاد امیر علم خان بزرگ بود. هرچند شوکت الملک در دوره به حکومت رسید که آغاز هر مرج دولت بود و به سبب همین انقلابات و مداخلات مرتجعانه تزارها و حمایت آنها از متنفذین مرکز و دخالتهای متقابله دولت مرکزی ضعیف شده بود و سیاست روس و انگلیس از شمال و جنوب گریبان دولت و رجال ایران را گرفته بود معزالک شوکت الملک علم است احترام خود و دولت مطبوعه خیش را در این گیرودارها محفوظ بدارد و در فاصله بعد از سال 1332-1333 و ظهور جنگ بین الملل این مرد با کمال زیرکی و عقل و متانت و دیانت و بیتمعی ناموس خود و دولتش را نگه داشت. اکنون پیش از اشاره به شرح حال و خدمات مرحوم امیر شوکتالملک الملک علم بهتر است بار دیگر روحیات آن بزرگوار را از نظر مرحوم ملک و بهار بشناسیم. بهار در مورد امیر شوکتالملک ملک اعتقاد داشت که شوکتالملک ملک مرحوم مردی سخی، معنوی هوشیار، ظریف مجلس سارا، عدیب و مورخ، زیبا و بلند قامت و خوش صورت مهمان نواز دیپلمات سیاستمدار مردمدار دلسوز رعیت معارف پرور آبادی کن و دارای ذوق زراعت متمدن و خلاصه صاحب شخصیتی بزرگ و مردی آبرومند و مقبل و راستگو و محبوب القلوب و صاحب وجه معنوی و بسیار دیندار بود این بود مختصری از شرح حال خاندان او از زبان مردی محقق و دانشمند و اکنون بپردازیم به, به شرح حال و خدمات و شخصیت خود او و خاطرهای شیرین و شگفتانگیزی که از او به یاد دارم مردی چون کوه. قبل از شرح هر حادثه یا واقعه ناچرم، اهمیت شخصیت مرحوم امیر را طی چند جمله و با ذکر شواهدی برای شما روشن بکنم لابد میدانید که در اواخر دوری قاجاریه بودن خوانین و دوله ها و سلطنه هایی که هر یک در گوشه ای از خاک پهناور ایران حاکم مطلق و پرقدرت محدوده خیش بودند. چندان که گاه حکومت مرکزی نیز از نفوذ آنان در بیم و حراس به سر می بردند. اما همه این حاکمین مطلق هرگز نتوانستند در سیر انتقالی تاریخ اخیر ایران خیشتن را حفظ نمایند. موقعیت و قدرت آنان یکی پس از دیگری از بین رفت و محو شد. در همان گردش های جبری نه از متنفذینی چون سردار تالش و سردار معزز نشانی ماند و نه از اقبال و سلطنه و سولت و دوله فقط از میان آن همه نامداران یک تن بود که تا آخر عمر همچنان محترم مند و محبوب و او امیر شوکت الملک علم بود مردی که هم مورد احترام حکومت های مرکزی بود و هم مورد ستایش رعایا و خادمین و دوستان و آشنایان خیش و از این ره گذر است که باید بیش از هر چیز در احوالات او در کیاست و تدبیر او و در هوشیاری و دقت نظر او بحث و گفتگو به میان آورد من در صفات گذشته خاندان و اجداد معروف او را تا حدی که امکانات موجوده اجازه میداد به شما شناساندم و اکنون میپردازم به شرح حال امیری از این خاندان که بیشک مهمترین و محبوبترین عضو خاندان کوهن علم به شمار می دود. پس از فوت محمد اسماعیل خان امیر قائنات، محمد ابراهیم خان علم ملقب به شوکت الملک شد و امیر قائنات کردید. این نخبه اولاد خاندان کوهنسال هم پس از تصدی امارت قائنات و سیستان سه اندیشه بیش نداشت و در همه عمر سعی نمود که این سنیت مقدس و خیر را جامعه عمل بپوشاند و توفیق فراوان نیز نصیبش شد این سه اندیشه یکی تعمیم فرهنگ در آن محیط خرافی و بیدانش بود یکی ارگانیزه کردن قوای آن سامان و دیگری کوشش در آسایش رعایا و عدالت اجتماعی این گونه اندیشه ها در روزگاری که مسند نشینان مرکز نشین هر یک در این معما بودند که گلیمخیش را از موج هرج و مرج بیرون بکشند بسی قریب بود روزی که امیر به جز مدرسه پسرانه مدرسه دخترانی شوکتیه را در آن دیار تأسیس کرد هرگز کسی گمان نداشت که این واقعی مهم سرانجامی پیدا نماید زیرا درس خواندن آن هم برای دختران آن هم در دیاری دور از مرکز چنان مسئله قامز و دور از ذهن و حتی دور از سنت مردم زمانه بود که همه را دچار حیرت و حتی علمای وقت را وادار به مقاومت کرده بود اما امیر نخست انجام این اندیشه را از خانواده خود شروع کرد دختران خیش را به مدرسه فرستاد تا همه مردم بدانند آنچه که زشت و قبیه است نادانی و کورذهنی است و پس از آن مرحوم حاج خادی عالم طراز اول آن سامان را وادار کرد که او نیز دخترانش را برای تحصیل به مدرسه شوکتیه بفرستد امیر با این اول نظر عموم مردم را به تحصیل جلب کرد و سپس دامنه فرهنگ را توسعه داد مدارس متوسطه ایجاد نمود و از من خواست تا برای این مدارس معلمینی آگاه و خردمند بفرستم من نیز دو تن از فرهنگیان کارآزموده را برای تدریس در مدارس شوکتیه در نظر گرفتم که اگر ذهنم یاری کند یکی از آنان گویا آقای دها ده رئیس کانون بازنشستگان فعلی بودند من از ایشان خواهش کردم و ایشان نیز پذیرفتم و مدتها در مدارس شوکتیه تدریس نمودند و کار این مدارس چنان بالا گرفت که در آن روزگار که خود من در کار وزارت فرهنگ بودم می شنیدم که دیپلم مدرسه شوکتیه خیلی بیش از دیپلم اکثر مدارس مرکز ارزش دارد. مدرسه دیگری هم بود که آن را مرحوم امیر معصوم خان جد اعلای امیر شوکت الملک تأسیس کرده بود و این مدرسه که به نام معصومی خانده می مخصوص طلاب و علوم دینی بود. ای به این مدرسه این بود که درست حسابی شده بود تنبل خانه زیرا این مدرسه از وجوه موقوفات مخصوص خانواده علم اداره میشد و طلبه ها هم جای گرم و گیر آورده بودند و مثلا فلان طلبه سی سال در آن مدرسه زندگی میکرد و هنوز از لحاظ تحصیلات مشغول فرا گرفتن اوایل صرف و نحو بود این وضع مدت ها بود که ادامه داشت و امیر نیز ناچار بود که جلو ادامه این وضع بد را بگیرد امیر علمای معروف را یک روز دعوت کرد و عواقب وخیم مدرسه معصومی را برای آنان تشریح کرد و ضمناً برنامه نوشت که در آن برنامه موادی نظیر ریاضی و طبیعی نیز گنجانده شده بود و سپس جریان کار را طوری تدوین نمود که طلاب هر سال امتحان بدهند و آن عده که قبول می شوند به کلاس بالاتر بروند و مردودی نیز از مدرسه اخراج شوند. اگرچه این رسم نمی توانست مورد تایید علمای آن سامان بشود و آنها باطنا نسبت به برنامه امیر بیمیل بودند اما به هر حال چاره نبود و دست آخر امیر توانست وضع نادرست این مدرسه را سامان بدهد علاوه بر همه این تلاشا عدهای از جوانان مستعد قائنات با هزینه شخصی امیر برای ادامه تحصیل به تهران آمدند و سالها مشغول تحصیل شدند که از آن جمله آقایان دکتر اسد قوامی و منصف و ابراهیم صحبا شاعر معروف را میتوان نام برد و علاوه بر اینها اده نیز با حزینه امیر برای ادامه تحصیلات در رشدهای زبان انگلیسی و طبیعیات به هندوستان رفتند که از میان آنان آقای سید امین هاشمی و احمد مزیدی را میتوانم نام ببرم و از اینها گذشته بودند شاگردان مستعد و لایقی که باز هم امیر هزینه سفر و تحصیلات آنان را متعهد شد و آنان را به اروپا و آمریکا فرستاد. اگر امروز می‌بینیم که 65 درصد مردم قائنات با سواد هستند، نتیجه تلاش همه جانبه امیر بوده است و بس که خدای جزای خیرش بدهد. قشون و ماجره های آن قبل از آنکه که به وضع قشون و تلاش امیر برای ارگانیزه کردن قوای قائنات سیستان اشاره بکنم اجازه بدهید خاطرات شیرینی را نقل کنم که ذکر این ماجرای تاریخی می تواند تا حدودی شما را به رأی و تدبیر امیر آشنا کرده و ضمناً شما را آگاه نماید که چگونه مردی آگاه و مصمم می تواند از یک قیام و کودتای مسلحانه که پایانش از لحاظ تاریخ این دیار مجهول بود جلوگیری نماید یکی دو سال از کودتای 1299 گذشته بود و اعلی حضرت فقید با لقب سردار سپه فرماندهی قوا و ریاست دولت ایران را به عهده داشت در آن روزگار ضمن تغییر و تحول در ارتش سرهنگلی شاه توی پرنتز، که معروف است از قدیم و ندیم با سردار سپه دوستی داشته پرانتز بسته معمور می شود که تیپ قائنات را تحویل بگیرد آن روزا فرمانده تیپ قائنات سالار امجد بود و اکنون سرهنگلی آمده بود که تیپ را از وی تحویل گرفته فرمانده قوای قائنات بشود و باز هم اضافه بکنم که در آن روزگار رسم بود که همیشه در این گونه تغییر و تحولات میبایست رئیس ستاد لشکر نیز در مراسم حضور پیدا میکرد رئیس ستاد لشکر خراسان آن روزگار محمد حسین میرزا جهانبانی نیز به قائنات آمده بود تا در مراسم تعویز فرماندهی شرکت کند طبق سنت قدیم امیر شوکت الملک همواره عادت داشت که هر مأموری چه از لحاظ مقام کوچک باشد و چه بزرگ او را به کلاته معروف خود دعوت کرده و در حد مقام وی هدایایی نیز به وی بدهد در آن روز تاریخی نیز به محض ورود سرهنگ علی شاه به قائنات امیر به رسم میهمان نوازی از وی و همچنین از سالار امجد فرمانده سابق تیپ قائنات و محمد حسین میرزا جهانبانی رئیس ستاد لشکر شرق دعوت کرد که شبیه را در اکبریه مهمان او باشند آن شب همه این آقایان در کلاته امیر جمع شدند و بسات انواع غذا و پذیرایی راه افتاد و سرها گرم شد و از هر دری سخن به میان آمد امیر ناگهان احساس کرد که بین سالار امجد و محمد حسین میرزا جهانبانی کنایات و اشاراتی رد و بدل می شود و همه این کنایات علیه سرهنگلی شاه است و رمز و کنایات آقایان نشان می دهد که توتعه ای در خفا در شرف تکوین است. چند لحظه ای نمی گذرد که صدای چند تیر توپ از اطراف بلند می شود. امیر از این همه جریان غیرادی مشکوک می شود اما باز هم زیاد از اوزا خودش را بدبین نشان نمی دهد. چند لحظه دیگر می گذارد و این بار سالارمجد به بهانه اینکه سرهنگلی شاه خسته است او را از خانه امیر بیرون میبرد تا در محلی که قبلا برایش در نظر گرفته شده بود استراحت نماید. امیر باز سکوت می کند و مدتی میگذرد و سالار امجد به تنهایی باز می گردد و مجددا بین او و محمد حسین میرزا جهانبانی مسائلی به طور رمز رد و بدل می شود و درست در همان حال نیز چند تیر توپ دیگر سکوت شبانه فضا را در هم می شکند. در این لحظه امیر احساس می کند که واقعا توت ای در شرف تکوین است و باید سریع تصمیم گرفت و اقدام کرد. لذا به بهانه دستشویی از اتاق بیرون می آید و بلا فاصله توفنگداران خود را احضار می کند و میگوید این آقایان که در اتاق نشسته ان توقیف هستند و حق ندارند از اتاق خارج بشوند. اگر بیرون آمدند و خیال مقاومت داشتند حق دارید آنها را بزنید و خودش با عجله سوار اتومبیل شده به طرف تیپ می رود. مرحوم امیر در بین راه متوجه می شود که چندین سرباز به طور مشکوک اطراف اکبریه یعنی محل اقامت او و میهمانان توطعه گرش را احاطه کرده اند. این وضع امیر را بیش از پیش به اوضاع مشکوک می کند و لذا با عجل خودش را به محل تیپ می رساند و بلا فاصله افسر ارشد تیپ را که نامش سرنگ دوم نسیری بود احزار می کند و می گوید من به عنوان حاکم قائنات و سیستان به شما دستور می دهم که از این لحظه سالا جد و محمد حسین خان میرزا جهانبانی از خدمت در ارتش منفصل هستم زیرا آنچه که معلوم است فرمانده تیپ قائنات و رئیس ستاد لشکر شرق دست به ای علیه مرکز زده اند که هر آین موفق شوند معلوم نیست کار به کجا بیانجامد شما از این لحظه حق هیچ گونه اطاعت از این دو افسر را ندارید من همکنون با مرکز تماس میگیرم تا برای شما در این مورد دستور رسمی مخابره بشود سرنگ نصیری امر امیر را اطاعت می کند و بلا فاصل افسران تیپ را جمع کرده و دستور امیر را با آنان ابلاغ می کند. در این اسنا امیر از سرهنگ نصیری سوال می کند که سرهنگ علی شاه کجاست؟ سرهنگ نصیری جواب میدهد که چند دقیقه پیش سالار امجد او را به مشهد تبعید کرده است. امیر در همان نیمه شب اتومبیل خود را به دنبال سرهنگ علی شاه میفرستد او را از نیمه راه باز میگرداند. پس از همه این ماجراها مرحوم امیر به اکبریه می رود و در آنجا مطلع می شود که دو میهمان توطعه کرد قصد فرار داشتهاند اما تفنگداران امیر از فرار آنان جلوگیری می نمایند. جریان چنان که بعدها کشف شد از این قرار بود که محمد حسین میزا جهانبانی رئیس ستاد لشکر شرق و سالا رمجد فرمانده تیپ قائنات مدتها بود که در فکر قیام مسلحانه علیه دولت مرکزی بودند. در این گیرودار ستاد ارتش بدون آنکه از نقشه مخفیانه این دو افسر ارشد اطلاع داشته باشد سرنگلی شاه را که از قدیم و ندیم یار وفادار سردار سپه بود معمور فرماندهی تیپ قائنات می نماید. با ورود شاه به قائنات دو افسر مزبور سعی می کنند هرچه سریع در نقش خود را عملی کنند و شاه را نیز تبعید و از محیط توطعه دور نمایند. اما چنانکه که اشاره شد مرحوم امیر به موقع از ماجرای این خیانت مطلع شده سریعا اقدام می نماید. آن شب امید وقتی مجددا به اکبری باز میگردد خطاب با آن دو افسر میگوید شما هر دو دست به خیانت مهم می زده اید و من به حکم مسئولیتی که دارم بایستی شما را تحویل مقامات مسئول ارتشی بدهم اما می بینم که شما میهمان من هستید و در نزد ما از انصاف و به بدور است که میهمان را ولو خیانتکار نیز باشد به پای تیر اعدام بکشانیم من از لحاظ قانون این مرزوبوم آنچه که توانستم انجام دادم و از خیانت شما جلوگیری کردم پس دیگر در نزد دولت ایران مسئول نیستم من از لحاظ رعایت سنت دیرین خاندان خود حاضرم هر قدر که میخواهید به شما پول بدهم تا از ایران خارج بشوید چون نمیخواهم کسی از روی سفره من به پای مرگ برود آنها هر دو شرمگین و ناراحت از امیر جدا میشوند سالار امجد تحت الحفظ به تهران روانه می کردد. اما محمد حسین میرزا جهانبانی که باهوشتر و بیباکتر بود فرار می کند تمام سیمهای تلگراف را در بین راه قطع می نماید تا مبادا دستور دستگیری او به نزدیکترین پاسگاه برسد اما با همه این تلاش وقتی به زاهدان می رسد احساس می کند که موقعیتش در خطر است ناچار با پارابلوم خودکشی می کند و به راستی معلوم نبود که اگر امیر با تدبیر و شهامت خاص خود به موقع اقدام نمیکرد، تاریخ ایران اکنون چه کشت و عجیبی را میبایست در صفحات خود می میکرد. ماجرای ریش و سبیل صحبت از سرهنگ علی شاه معروف به میان آمد و میخواهم تا یادم نرفته خاطره دیگری نیز در مورد او و مرحوم امیر نقل بکنم که خیلی جالب و شنیدنی است یکی دو سال از این ماجرا گذشته بود و سرهنگ علی شاه این بار به عنوان فرمانده تیپ قائنات و سیستان که گویا بلوچستان هم جزو حوزه فرماندهیش بوده برای سرکشی از زاهدان با آن سو عظیمت کرده بود در ضمن بررسی از اوزا دستور میدهد که سربازان برای سان آماده بشوند. چند لحظه بعد سربازان به دستور سرهنگلی شا فرمانده تیپ جمع میشوند و سرهنگ نیز به آنها نزدیک می و ولی تا چشمش به سربازان می افتد از تعجب خوش کش و ناراحت می شود زیرا سربازان از دم دارای ریش های بلند و سیبیل های از بناگوش در رفته و هیئت های غریبی بودند سرهنگلی شا می پرسد اینا کیستن؟ من گفتم قشن زاهدان را حاضر کنید نه این همه درویش را به سرنگ جواب می دهند که سربازان حوزه بلوچستان عموما دارای چنین هیبت و هیئتی هستند و اینها بنا به رسم و سنت دیرینه خود تراشیدن مو و سیبیل را بد می دانند سرنگلی شاه هم بدون توجه به عواقب کار همان لحظه چند تا دلاک احضار می کند و سربازان را قطار کنار هم می نشاند و ریش و سیبیل هایشان را از دم تیغ می اندازد. این عمل سرهنگلیش که در اصل به خاطر نظافت افراد نظامی آن حوزه صورت گرفته بود چنان مردم بلوچ را ناراحت و عصبانی می کند که همه آنها به اتفاق به فکر انتقام می افتند. قضیه میگذرد تا آنکه شب می شود و سرنگلیش ها داخل قلعه نظامی می شود تا شب را در آنجا بگذراند اما همین که شب به نیمه می رسد به قلعه می ریزند و سرنگلیش ها را توقیف می کنند خبر این حادثه بلافاصله به مرحوم امیر شوکت الملک می رسد و او را بی نهایت نگران میدارد. امیر ناچار فورا قضیه را با مرکز در میان می گذارد و سریعا به مرکزیان اختار می کند که وضع بلوچستان وخیم است زیرا مردم آن سامان هیچ تنبیه و توهینی را بدتر از این نمی دانند که کسی به زور ریش و سیبیل آنها را بتراشد مرکز از امیر کسب تکلیف می کند که برای خاموش کردن بلوا و نجات دادن سرهنگ علیشا چه باید کرد امیر جواب می دهد که مرکز بایستی فورا مرد با حسنیتی را با اختیار تام به بلوچستان روانه نماید از امیر سوال می شود چه کسی برای این کار مناسب است امیر میگوید به عقیده من بهتر است ماجورحال آمریکایی پیشکار مالیه خراسان این مأموریت را انجام بدهد مرکز قبول می کند و از ماجورحال تقاضا می شود که انجام این مهم را هر طور که شایسته است به عهده بگیرد ببینیم امیر شوکت الملک چرا میان آن همه رجال مرکز نشین ماجورحال را برای خاموش کردن بلوا انتخاب کرده بود؟ باز میرسیم به تدبیر امیر. ماجورحال مردی آمریکایی بود که جز و همراهان دکتر میلیسپو برای اصلاح مالیه ای ایران به کشور ما آمده بود. میبینید در ظاهر امر کمک خواستن از ماجورحال برای خاموش کردن بلوای بلوچستان مسئله قریبی به نظر میرسد. اما واقعیت چیز دیگری بود. در آن روزگار هنوز انگلیسی ها در آن مناطق صاحب نفوذ فراوان بودند و چه بسا ممکن بود برای گرفتن یک امتیاز از دولت مرکزی هرچه بیشتر ماجرای بلوچستان را دامن بزنند. امیر با کشاندن پای ماجرحال در معرکه در واقع خواسته بود با یک تیر چندین نشان بزند. هم به مردم بلو ثابت کند که آدم بیطرفی از مرکز برای بررسی قضایی آمده است و هم پسر اموها را که بیم تحریکشان می رفت به رو در بایستی بیاندازد و این تدبیر امیر واقعا موثر افتاد ماجورال با چند ایرانی دیگر سوار یک هواپیمای کوچک شده در خاش فرود آمدند و پرده سفیدی به معنی صلح روی دست گرفتند و داخل بلوچ ها شدند و سریعا گفتم که از طرف مرکز آمده تا به شکایتشان رسیدگی کنند. بلوچا پس از مدتی مذاکره سرهنگ علی شاه را از حفظ آزاد کردند و این سرهنگ مرحوم و معروف از آن تاریخ از حوزه قائنات سیستان رفت که رفت. قوای قائنات بهتر است نکته دیگری را بدانید و آن اینکه اگر میبینید بیوگرافی دوست بزرگوار و فقید بنده تداوم و تسلسل خودش را از دست داده است بیشتر به این جهت است که شاید نتوانستم در سن هشتاد سالگی زیاد از حافظه ام توقع داشته باشم و نکته دیگر اینکه گاه بیگاه دوستان عزیز قدیمی و من جمله آقای منصف صاحب منصب عالی رتبه بانک رهنی و نماینده اسبق مجلس شورای ملی مسائل را به یاد من آورند که من ناچار نمیتوانم به این سرگذشت خوب و دوست داشتنی تداوم و تسلسل تاریخی بدهم با این همه اگرچه خاطرات من از امیر تکه تکه و از همگسیخته گفته می شود ولی با این همه به و به سهولت می توان از مجموع این خاطرات خصوصیت روحی و اخلاقی آن بزرگوار را شناخت و قرض نیز جز این نیست. باری نکته ای را که فراموش کرده بودم این است که در آن روزگار یعنی قبل از کودتای 1299 قائنات و سیستان دارای قوایی بود که عبارت بودند از دو هنگ پیاده، یک هنگ سواره، یک هنگ جماز و دو باتری توبخانه. افسران این قوه عموما از افراد محلی بودند و از اوضاع نظامی نیز به طریق مدرن و علمی چندان اطلاعی نداشتند. امیر برای ارگانیزه کردن قشون قائنات سفری به تهران کرد و مشغول جمع آوری و انتخاب افسران برجسته و تحصیل کرده برای فرماندهی قوای قائنات شد. یکی از افسران یا واضحتر بگویم زبده و مهمترین آنان همین کلونل وزیری عزیز خودمان و پدر موسیقی نوین ایران است. کلونل در آن روزگار جزو معدودی از افسران تحصیل کرده و برگزیده و پاک و درستکار ایران بود که امیر به محض ملاقات با او به او دل بست و به هر تدبیری که بود او را با خود به قائنات برد و در واقع در دوران هرج و مرج قاجاریه و در لحظات بی نظمی و بی ترتیبی آن از که امیر فی دل پرخونی از هیئت حاکمه بیخیال خیال آن دوره داشت قوای قائنات که با سعی و تدبیر و هزینه شخصی امیر فراهم شده بود تنها قوای منظم و دیسیپلینه ای ایران بود قوایی که به درستی پاسدار قسمت پهناوری از سرحد ایران به شمار می رفت. روزگار به این ترتیب می گذشت تا کودتای 1299 پیش آمد. در این کودتا نام دوتن به گوش امیر مکرر آشنا آمد. این دوتن یکی رزاقان میر پنج بود و آن دیگری سید زیاددین تبا تبایی. امیر سید را دورا دور می شناخت اما چندان با او آشنایی نداشت. ولی آن دیگری که قهرمان حادثه تاریخی بود تا حدی برای امیر ناآشنا آمده بود و امیر همین می دانست که قهرمان حادثه یک سپاهی بیباک مطمئن مصمم با شهامت و تلقی است که گاه و بیگاه در بعضی از نبردهای پراکنده داخلی ایران نامش به میان آمده است و بدین جهت وقتی کودتای 1299 انجام یافت امیرشون هنوز به درستی از ماهیت آن اطلاع نداشت مشی خیش را در قبال این حادثه به سرعت و فوریت روشن نساخت و این روش دوراندیشی هر مرد سیاسی است یک ماهی گذشت تا آنکه امیر برای اطلاع از چگونگی جریان به تهران آمد و در همین سفر بود که ملاقاتی در خانه شخصی سردار سپه بین این دو به عمل آمد امیر در همان لحظات اول و در همان دقایق اول مصاحبت احساس کرد که همه آرمانها و آرزوهایی را که برای وطن در نظر داشته و آرزو کرده است در روحیه و گفتار و تخیلات این پهلوان به وضوح میتواند احساس نماید و درست پس از این ملاقات تاریخی بود که ما بعدها دیدیم امیر آنچه که توانست در راه نیات سردار سپه کوشید و روزگار چنان گذشت که مرحوم امیر تا بود همیشه از ملازمین و مهارم نزدیک و مورد اعتماد شاهنشاه فقید بود باز هم یک خاطره یادم میآید که قیام خراسان در اوج بود شهید گرامی کلونل محمد تقیخان پسیان از مرکز و مرکزیان دل بریده بود چرا که هیچ کداممان نمیدانستیم که پس از روش تند و انقلابی سید ضیاءالدین بار دیگر افکار خام و ارتجاعی یکی از شاکران دربار قاجار همه اوضاع گذشته را احیا خواهد کرد و یا به قول ایرج میرزا دزد کتبستر رئیس الوزرا خواهد شد مرحوم امیر در این معرکه که از دو سو گرفتار شده بود یکی آنکه خیشتن را در هر حال تابع حکومت مرکز میدانست و میل داشت در هر شرایط مأمور مقتدر و با حسنیت مرکز در قسمتی از سرحدات ایران باشد و سوی دیگر میدانست که ما در بلوای خراسان بیگناهیم و این قوام و سلطن رئیس الوزراء وقت است که به انتقام برخواسته است. با این کیفیت آنان که امیر را می شناختند می که در آن لحظات او از لحاظ اخلاقی چه بحران آزار دهنده ای را می گذراند. زیرا امیر خود یکی از آزادی خواهان برجسه دوری مشروطیت بود. او به خاطر که نتوانسته بود با محمد دمساز شود مدت از قائنات بر کنار مانده بود. و چون استبداد واژگون شد بار دیگر امیر در رونق مشروطیت توسط آزادی خواهان بر سر کار آمده بود و اینک یک چنین مردی میبایست نقش خیش را در قیام خراسان روشن میکرد. از طرف قوام و سلطنه طی تلگراف متعدد به او فشار میآورد که با قوای خود به خراسان حمله نماید و از طرف دیگر او میاندیشید که من مورد محبت او هستم و آن شهید عزیز نیز پاک است و پاک باخته یادم میآید از تلگراف تاریخی او تلگرافی که تدبیر و در عین حال اعتقاد و ایمان مداوم و بیریایش را به مولای متقیان میتواند بنماید امیر در آن بحران خطرناک قوام سلطن برای سر کلونل پسیان و نابودی من جایزه تعیین کرده بود تلگرافی به من مخابره کرد که با حذف مقدمه آن مقداری از آن را می آورم. نباید داخل در شخصیات شد. بیایید سرمشق بگیریم از عقل اول. مگر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام از روی حقیقت راضی به خلافت خلفای قبل از خود شد. البته این طور نبود. بلکه نخواست مؤمنین از اول به قتال و جدال برخیزند. از همه بهتران بود که آن شخص بزرگوار از حقی که خدا و رسول برایش معین فرموده بود گذشت. روی عرایزم به حضرت عجل و حضرت عجل اکرم آقای کلونل هر دوست. باید عقاید مرا امشب یا فردا به ایشان عرض کرده جواب بفرمایید. من حاضرم همینطور عرایز صادقانه به دولت بنمایم. این تلگراف و تلگراف های دیگر و دست آخر محبت و جوانمردی او نسبت به من آن هم در حالی که قوام السلطنه پس از کشتن کلونل پسیان حکم قتل مرا صادر کرده بود همه و همه گواه بر کیاست و تدبیر آن بزرگوار و گواه بر وسعت روح پاک او بوده است و خاطره دیگر ماجرای دیگری از پایمردی و وطنخواهی او نقل می کنم که مستر هیس انگلیسی نیز در کتاب خود از آن یاد کرده است طرف دیگر این ماجرا همان کلونل پردیوکس معروف است که در سالهای 1914 تا 1918 به سمت کنسول قائنات در ایران به سر می برد و یکی از اموال بدرفتار و کین و خودخواه استعمار در ایران به شمار می رفت. ماجرا از این قرار بود. آن روزها چندن آلمانی از مغرب ایران به سوی تبس و بیرجند آمده و با خود محمولاتی نیز داشتند. کلونل پردوکس مدعی بود که این عده میخواهند از راه ایران به افغانستان رفته مردم آن سامان را علیه انگلیسی ها بشورانند و به همین دلیل به امیر شوکت الملک حاکم قائنات و سیستان تأکید کرده بود که بایستی هرچه زودتر این چند جاسوس آلمانی را دستگیر کرده و زندانی نماید امیر که خیشتن را وابسته به خصوصیات اخلاقی یک خاندان کهنسال میدانست و آزردن میهمان و یا یک پناهنده را دور از مروت و انسانیت میشناخت خطاب به کلونل پریدکس میگوید اجازه بدهید تحقیق بکنم ببینم چه کارهاند بعد تصمیم میگیرم امیر آلمانیها را احضار کرده از آنان علت ورود به بیرجن را سؤال مینماید و آنان میگویند که ره و مال و تجاره داریم و برای فروش آن خیال مسافرت به افغانستان را داریم. امیر ماجره را اینم به کنسول انگلیس اطلاع می دهد. اما کنسول مجددا تکرار می کند که بایستی به حکم دوستی فیما بین انگلیس و ایران و بنابر دوستی بین من و حضرت عالی هرچه زودتر این دشمنان انگلیس دستگیر و توقیف بشوند. امیر جواب می دهد من مامور دولت ایران هستم و کشور ما نیز در منازعات شما بیطرف است. روسا قوای فراوانی در شمال ایران دارند و شما هم تا بخواهید سربازان هندی را در جنوب ایران مجهز و مسلح کرده اید. چرا خودتان برای دستگیری این چند تن آبر اقدام نمی و می پای ما را به میان بکشید؟ کلونل پریدوکس می گوید اینها اسلحه دارند و می شرارت بکنند. شما هم مسئول خواهید بود. امیر جواب میدهد اگر زیاد اصرار دارید بهتر از ماجرا را با دولت مرکزی در میان گذاشته از دولت برای من دستور بگیرید در غیر این صورت هر اقدامی که نسبت به این ره گذران بکنم نزد دولت خود مسئول خواهم بود این ماجرا موقعی اتفاق افتاده بود که کابینه عین الدوله بر سر کار بود و فرمان فرمان نیز سمت وزارت داخلی ایران را به عهده داشت چیزی نگذشت که تلگرافی به خط لاتین از جانب وزیر داخله به حکمران قائنات صادر شد که هر چه زودتر آن چند تن آلمانی را دستگیر نماید و این درست هنگامی بود که کابینه عین دوله از طرف دموکراتها به خاطر نقض بیطرفی استیزاح شده بود و به همین دلیل و دلایل دیگر وقتی این تلگراف به دست امیر رسید او اعتنایی بدن نکرد و به کلونل پریدوکس گفت و باید تلگراف به خط و زبان فارسی باشد و در آرشیو ضبط گردد تا دستور به خط معمول برای من صادر نگردد من زیر بار نخواهم رفت چیزی نگذشت که روزها از مشهد به سوی قائنات سرازیر شدم و به سوی این چند رهگذر بیدفاع تیراندازی کردم و آنان نیز ناچار باروبندیر خود را جا گذارده از بیرجند فرار کردند ظاهرا قضیه این رهگذران مرموز تمام شده بود اما خصومت کلونل پریدوکس با امیر آنقدر ادامه یافت و آنقدر سفارتین روس و انگلیس به عین دوله فشار آوردند تا آنکه بالاخره امیر شوکت الملک از حکومت قائنات معزول شد امیر هنگامی که از حکومت منفصل میگردید خطاب به کلونل پریدوکس گفت من این همه مقاومت را برای صلاح دولت بی کفایت را خودم نکرده بودم زیرا میدانستم که دولت ما چه کاره است من میدانستم که این دولت در مقابل فشار شما تا به مقاومت نخواهد آورد من این مقاومت را به خاطر افکار عمومی مردم این سامان و به خاطر نام خود و خاندان خود کردم. دولت فعلی می تواند به خاطر شما بیگناهان را بیازارد اما من هرگز به خاطر مقام هیچ آدم زنده ای را نیازرده و نخواهم آزرد. امیر با این آخرین پیغام از حکومت قائنات برکنار ماند و روزگاری گذشت و باز دولت های دیگر امیر را با عزت و احترام به امارت قائنات و سیستان دعوت کردند و در روزگاری دیگر امیر حاکم فارس شد و باز زمانه گذشت تا آنکه به فرمان شاهنشاه فقید امیر به وزارت پست و تلگراف منصوب گردید و تا بود همچنان محبوب و عزیز بود و گرامی بود. او هنگامی که امیر قائنات بود دست به کار مهم می زد که مسلما مردمان آن سامان هرگز این مروت و نودوستیش را نمی فراموش کنند. شهر بیرجند آبش شور بود و مردم برای به دست آوردن آب آشامیدنی ناچار بودند چندین کیلومتر از شهر خارج بشوند و با هزار مشقت چند کوزه آب به شهر بیاورند. امیر با هزینه شخصی خودش در آن روزگار چهل هزار تومان خرج کرد تا توانست با کشیدن لوله آب را از مسافت دور به شهر بیاورد و این کار در آن زمانی که هنوز در هیچ جای ایران استفاده از آب لوله کشی رسم نبود و یا حتی امکان نداشت کار مشکل و مهمی بود مرحوم امیر خصوصیات جالب و بارزی داشت یادم میآید که پس از شکست قیام خراسان من در بیرجند به سر می بردم و در واقع پناهنده ای بودم که رئیس دولت وقت حکم اعدام مرا نیز کرده بود قوام هرچه به امیر اصرار می کرد که مرا تحویل مرکز بدهد امیر به بحانه های مختلف از اجرای دستور قوام خودداری می کرد. من آن موقع ها هر روز ظهر به دیدن امیر می رفتم یک روز صبح سپهری میر آخور و پیشکار امیر سرزده به نزد من آمد و گفت آقای فر رو خواهش میکنم بفرمایید دست امیر به ساتتی بکنید پرسیدم ماجرا چیست؟ سپهری گفت کسی گناهی کرده و امیر هم عصبانی شده و دستور داده او را دارند به شدت تنبیه میکنند به خواهش سپهری نزد امیر رفتم و از ایشان خواهش کردم که از ادامه تنبیه آن مرد مقصر خودداری بفرمایند امیر قبول کرد و دستور داد که آن مرد را به نزد وی بیاورند آن مرد آمد و امیر با خشم زیاد به او گفت تو ماهی فلان مبلغ از من حقوق میگیری فلان مقدار هم گندم میگیری سایر احتیاجات خودت را هم از آبدارخانه مخصوص من دریافت میکنی همه وسایل زندگی تو هم آماده است من تو را روانه کرده بودم که در فلان ده به کاری رسیدگی بکنی تو چه حق داشتی که از یک کشاورز بیچاره بیست تومان تلکه بکنی من به شماها حقوق میدهم برای راحتی آنها که بروید به آنها خدمت بکنید که بروید به داد آنها برسید اما می که شماها مثل گاو نر فربه شده اید و دوست دارید که با شاخ خودتان رعایای بیچاره را بترسانید بله یادتان باشد که امیر در روزگاری چنین انسانی فکر می که عمرا و خوانی جز قارت و چپاول امبال رعایای فقیر کاری نداشتند خدایش بیامرزد که یگان مردی بود فراکسیون حزب توده و انقلاب دموکراتیک آذربایجان تاریخ آدمها و حقیقت بله یاد دوست پیش آمد و ریشه خاطرات مربوط به آذربایجان را به طور موقت قطع کرد اکنون مجددا باز می گردیم به روزهای دیگر آذر ماه 1324 که در واقع روزهای شوم تاریخ سیاسی کشور ایران است من در مورد این ماه شوم به سه نکته اشاره می کنم که این هر سه مورد مستند و تاریخی می تواند نمودار طرز فکر و اندیشه مخالفین و موافقین ماجرای آذربایجان باشد و دست آخر نیست حقایق را چنانکه که وقوع یافته است سوای نظر مخالفین و موافقین فاجعه مزبور ذکر می کنم و قضاوت را به عهده کسانی می گذاریم که اکنون پس از گذشت سالها و ماهها می خواهند بدون تعصب و بدون اندیشه و گرایش به جناهی حقایق را دریابند. وقوع این سه مورد تاریخی از لحاظ طول زمان در فواصل و در حدود طول یک ماه بوده است. یعنی باز هم همان آذر ماه شوم 1324 و چند روزی هم از آبان ماه که در واقع روزهای شروع این اشارت تاریخی است. من این نکات را بدون هیچ گونه اظهار نظری به سه بخش تقسیم کردم. یک گزارش حکیم الملک رئیس دولت وقت درباره حوادث آذربایجان به مجلس چهاردهم. دو نظر دکتر رادمنش یکی از نمایندگان معروف فراکسیون حزب توده درباره اوضاع آذربایجان. سه حقایقی از فاجعه آذربایجان در آذر ماه 1324 که بر اساس مدارک و اسناد معتبری افشا خواهد شد. گزارش رئیس دولت روز چهارشنبه 28 آذر ماه 1324 آقای حکیم الملک رئیس دولت وقت گزارشی در مورد وقایع آذربایجان به مجلس چهاردهم دادند که اینک با حذف موارد غیر ضروری آن قسمت از گزارشات ایشان را که مورد بحث ماست عینا در اینجا می آوریم. چون آقایان نمایندگان محترم انتظار داشتند که دولت اطلاعات بیشتری راجع به آذربایجان به عرض مجلس شورای ملی برساند و استظهار هم میهنان عزیز نیز از اوضاع این قسمت مهم کشور ما که همه به آن علاقمند هستیم ضرورت دارد اجازه میخواهم گزارشی در این باب عرض و تصمیم دولت را نیز اعلام دارم از چندی به این طرف در آذربایجان از طرف عده معدودی نقمه هایی برخواست این اشخاص به عنوان اصلاحات دست به اقداماتی زدند که راه اصلاحات را مسدود و برعکس باعث بینظمی شدند و اظهاراتی نمودند که برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی بوده و ممکن نمیشد که دولت به این قبیل اظهارات ترتیب اثر بدهد و لحاظا ابتدا تصمیم گرفتیم بلکه با وسایل مسالمت آمیز و نصیحت از طرف مأمورین رسمی دولت این اشخاص را اگر ایرانی و علاقمند به مصالح عالیه کشور باشند از این خیالات خام و ناپخت منصرف نماییم که امنیت در مملکت مختل نگردد تا دولت بتواند به اصلاحات اساسی در تمام کشور شروع کند این عده در اجرای مقاصد سوء و ناسواب خود اصرار ورزیدند و مشغول تعقیب نقشه های شوم خود به ضرر تمامیت کشور و آسایش عمومی شدند تا آنجا که به قول خودشان و برخلاف نص سریح قانون اساسی مجلس ملی تشکیل داده و حتی اخیرا ادعی را به عنوان وزیر معرفی و ادارات دولتی را تصرف نموده و تجاسر را به جایی رسانیدند که به قوای دولتی نیز تعرض و دستندازی نمودند. در این گزارش رئیس دولت ضمن ادای این مطالب که قوای شوروی قوای امدادی ایران را در شریف آباد نگه داشت و نگذاشت که سربازان ایران برای تأمین امنیت آذربایجان به آن حدود بروند ادامه داد این جانب هم به عنوان یک فرد ایرانی و هم به نام دولت که اساسا اهل صلح و مسالمت بوده و به هیچ قیمت حاضر نیستم از بینی یک نفر هموطن خون جاری شود تصمیم جدی به مقاومت در مقابل این نقمه گرفته و نخواهیم گذارد یک عده قلیل مقرز نادان به عمد و یا به اشتباه مقاصد شوم و ناسواب خود را بر برادران آذربایجانی ما که همه وطن پرست و ایران دوست هستند و بارها امتحان فداکاری و از خود گذشتگی را دادند با زور و ترور و آدم کشی و تجاسر تحمیل و کشوری داد و چار زحمت و مرارت نمایند از دولتهای دوست و متحد خودمان هم چنانکه رسما و علنا گفته و نوشته و خواسته ایم برای رفع این مشکلات که نتیجه ادامه توقف نیروهای خارجی در ایران است در مقابل خسارات طاقت فرسا و فداکاریها که از موقع شروع جنگ تا کنون تحمل ایم توقع و انتظار داریم هرچه زودتر نیروی خودشان را از ایران بیرون ببرند و ما را آزاد بگذارند در این فاصله هم طبق شرایط و اصولی که بین میهمان و میزبان مقرر است آزادی عمل را که حق حاکمیت ماست برای نیروی ایران و مأمورین دولتی مانع نشوند و بگذارند به وظایف خود برسیم و به رفع مشکلات موفقیت حاصل نماییم. حکیم الملک پس از اشاره به یادداشت‌های فیما بین دولتین ایران و شوروی در مورد دخالت قوای اتحاد جماهیر شوروی در مسئله داخلی ایران با این جمله به گزارش خود پایان داد این جانب از این مقام رسمی با صدای بلند که به گوش تمام مردم جهان و مخصوصا ملل دوست و متحد ما و همه ایرانیان برسد اعلام می‌دارم نغمه‌های شوم معدودی مقرض و نادان و ادعی مجهول الهویه رسمیت ندارد و باید حتما این گونه تظاهرات بی اساس خاموز شود زیرا این نقمه ها برخلاف تمام موازین قانون اساسی کشور ایران است فراکسیون حزب توده آن روز پس از پایان گزارش رئیس دولت به مجلس دو سه نفری از نمایندگان اجازه صحبت خواستند از آن میان فقط نام مرحوم دکتر مصدق به خاطر مانده است و نام آقای دکتر رادمنش مرحوم دکتر مصدق نسبت به سیاست کلی دولت و همچنین نسبت به ترکیب کابینه حکیمالملک ایراد داشت که اکثر آن ایرادها واقعا وارد بود زیرا همه ما میدانستیم که مرحوم حکیمالملک چنان که خودش نیز اشاره کرده بود مرد صلح و صفا بود و اهل مذاکره و روش مصالحتامی است شک نیست که در مسائل سیاسی آدمی تا میتواند قضایی را با مسالمت و صلح و صفا حل بکند هرگز نباید ماشی توفنگ را فشار بدهد اما وضع دولت در آن روزگار از روش مسالمت آمیز که هیچ از حد توسری خوردن هم گذشته بود من که از لحاظ سیاست خارجی آدمی افراطی بودم و با ورود من به تبریز ممکن بود روابط سیاسی اتحاد جماهیر شوروی با ایران قطع بشود و هم که با آذربایجان رسیده نرسیده عقبگرد کرده بود دولت هم که به جای تصمیم قاطع در مورد وضع اسفبار آذربایجان مدام به یادداشت ها و نام پراکنی ها دل خوش می داشت با این کیفیت به قول مرحوم دکتر مصدق گزارش دولت چیزی شبیه به کار از کار گذشته بود و قرائه نیز نشان میداد که رویه مسالمت آمیز دولت در آن لحظات بحرانی کاری از پیش نخواهد برد باری آن روز متعاقب گزارش حکیم الملک و سخنان دکتر مصدق آقای دکتر رادمنش نیز با اصرار میخواست به دولت جواب بگوید اما نوبت به ایشان نرسید و لاجرم یکی دو جلسه گذشت تا اینکه یک روز لایحه بودجه مطرح بود و آقای دکتر رادبانش از فرصت استفاده کرد و به بهانه توضیح در مورد بودجه مملکتی علال معمول گریز به صحرای کربلا زد و آنچه که خواست در مورد سیاست دولت نسبت به آذربایجان و همچنین سیاست فراکسیون حزب توده درباره انقلاب دموکراتیک آذربایجان فرمودند که من اینک باز قسمت هایی از نطق ایشان را که مربوط می شود به حوادث آذربایجان در اختیار خواننده گرامی می گذارم تا شما علاوه بر نظر دولت اسور به حوادث آذربایجان از مشی فراکسیون حزب توده نیز در قبال انقلاب دموکراتیک آذربایجان آگاهی داشته باشید نایب رئیس آقای دکتر رادمنش بفرمایید دکتر رادمنش بنده اولم به طرز اداره مجلس اعتراض دارم برای اینکه تاکنون چندین بار اتفاق افتاده است که از طرف مقام ریاست سعی شده است که ما حرف نزنیم نمیدانم چه اصراری هست که ما نباید حرف بزنیم در مورد بیانات آقای حکیم الملک میبایست به با عنوان سومین ناطق حرف بزنم اما نگذاشتم بنده از این کار این نتیجه را می گیرم که فقط منظور آقای ملک مدنی نایب رئیس این بود که بنده اینجا صحبت نکنم بنده به این عمل اعتراض می کنم و خواهش می کنم اعتراضم در صورت مجلس درج بشود من وظیفه دارم و وجدانم به من حکم می کند که این مسئله را در اینجا متذکر بشوم و عقیده دارم این سیاستی که تاکنون کنون راجع به آذربایجان تعقیب شده است برخلاف خلاف کشور بوده است و این مسئله چون خیلی اساسی است از آقایان نمایندگان خواهش می کنم که توجه بیشتری بفرمایند همه میدانند که ما یعنی فراکسیون حزب توده نسبت به کابینه آقای حکیمی در ابتدای کار خیلی نظر مسالمت آمیز داشتیم ما نسبت به هر کابینه که می آمد رأی اعتماد نمیدادیم و همیشه ورقه آبی میدادیم. موقعی که کابینه آقای حکیمی آمد چون دیدیم یک حسن استقبالی از ایشان شده است و تقریبا اتفاق آرا در مجلس شورا موجود است ما ممتنع ماندیم و گفتیم ما صبر می کنیم تا ببینیم آقا چه می کند اگر کار خوب کردن ما پشتیبانی می کنیم و اگر کار بد می کنند ما مخالفت می کنیم هر حادثه ای که در یک مملکتی رخ می دهد آن حادثه را نمی شود به تنهایی و جدا از اوضاع و احوال کشور تجزیه و تحلیل کرد یک حادثه را به تنهایی نمی شود مستقل فرض کرد. این حادثه قطعا به یک جریانات دیگری به سایر ممالک به سایر قسمت های کشور مربوط است به تمام سیاست های خارجی مربوط است پس این حادثه را به تنهایی قضاوت کردن و اینجا نشستن و گفتن که آقا یک عد متجاسر و ماجراجو آمدند و گرفتند و زدند و بردند و کشتند و ما هم اینها را به رسمیت نمیشناسیم این صحیح نیست اینکه ما اینجا بنشینیم بگوییم که حتی یک نفر آذربایجانی آنجا نیست که این کار را کرده باشد این صحیح نیست این را یک نفر سیاستمدار یک نفر ریالیست اینطور فکر نمی کند باید رفت در آنجا دید که واقعا همانطور که خیال می کنید یک عده قفقازی آمده در آذربایجان انقلاب کردند یا خود آذربایجانیها ها یعنی کارگران دهقانان و زارعین آنجا تفنگ به دست گرفته اند تفنگ از کجا آوردند؟ دکتر رادمنش از هر کجا آوردند آقا؟ ساسا این حرف حسابی است آقا بله دکتر رادمنش بیایید جوابش را بدهید این گوی و این میدان بنده حرف میزنم جنابالی هم بفرمایید حرف بزنید بدی قضاوت ما همین است که وقتی یک قضیه ای میشود میگوییم که بله این دست فلان است و یک عد قفخازی آمدند و موضوع سر نفت بوده است و بعد هم این را میاندازیم توی کش و قوس قضایای بین المللی و خدا میداند که چه خواهد شد پول بفرستید به آذربایجان بگذارید مردم با راه آهن رفت و آمد بکنند اردلان ما که خواستیم قشون بفرستیم دکتر رادمنش بوشون برای آدم کشی و خورد کردن مردم میفرستید چهار تا مستندق عاقل چهار تا مرد وطن پرست میفرستادید قشون برای آدم کشی است یمین اسفندیاری و یا آدم کش است دکتر رادمنش بنده تصدیق میکنم بنده میخواهم کاملا رئالیست در این قضیه قضاوت کنم هر نهزتی که در هر کجای دنیا رخ میدهد هیچ وقت آن نهزت جوری نیست که از مقتضیات زمانی و مکانی استفاده نکند همانطوری که آقای حجیر در دفاع از هیئت حاکمه فرمودند که هیئت حاکمه ایران از مقتضیات زمانی و مکانی برای اعتلاع عظمت ایران استفاده کرده است حالا چطور حق نمی دهید که یک از مردم ایران از مقتضیات زمانی و مکانی یعنی زیر سرنیزه سلدات های روس برای اعتلاع و عظمت ملت ایران استفاده بکنند جمال امامی آنها برای تزیه ایران استفاده می کنند کامبرش. شما دارید تزیه می کنید آنها نمی خواهند تزیه بکنند جمال امامی این حرفا را نباید بزنید دکتر رادمنش این حرفا را باید بزنیم چون نزدیم کار به اینجا کشید فداکار اشاره به جمال امامی مجلس ما یک دیوانه کم دارد جمال امامی مغف. دمالی دومالی نطخ دکتر رادمنش کار به جایی رسیده است که تمام رادیوهای عالم میگویند در ایران بویی از دموکراسی نیست ایدن وزیر خارجه سابق انگلستان در مجلس انگلستان میگوید که در این مملکت دموکراسی نیست و باید در دستگاه هیئت حاکمه ای ایران تغییری حاصل شود جمال امامی به آقای ایدن چه مربوط است دکتر رادمنش به شما چه مربوط است که این همه برای مملکت سینه میزنید مگر شما تنها فرد ایرانی هستید مگر این مملکت ارث پدر شماست کامبخش اشاره به جمال امامی آخریشان فصول باشی مجلس هستند دکتر رادمنش مملکت که فقط مال شما نیست چرا نمیخواید حرف حساب گوش کنید آقای سطر هم مثل شما آمد اینجا گفت من به صد تا از این تلگراف ها هم اهمیت نمیدهم چون اهمیت نداد این پیچامط ها به وجود آمد بنابراین این یک مردمی یک ادعی هر قدر هم که ادهشان کم باشد به عقیده ما از مقتضیات دنیا استفاده میکنند و میگویند حالا که در دنیا از آزادی و دموکراسی صحبت می کنند ما هم از آزادی و دموکراسی صحبت می کنیم اما از لحاظ مکان ایران کشوری است که در مجاورت یک کشور سوسیالیستی دیویست میلیون نفری قرار گرفته است ما در چنین شرایطی نمی توانیم پانزده میلیون مردم ایران را لخت و گرسنه بگذاریم صد لشکر درست کنیم محال است محال است فیروزآبادی بیزور در مقابل پرزور چه میتواند بکند خنده تماشاچیان نایب رئیس به آقایان تماشاچیان اختار میکنم که خنده نباید بکنید هر کس خنده بکند اخراج می شود. دکتر رادمنش در مجاورت چنین کشوری نبایست اصول فئودالیزم را برقرار کرد اگر دستگاه حاکمه ما عاقل و عادل بود بایستی قبل از اینکه چنین حوادثی اتفاق می افتاد اقدام می کرد پیروز آبادی؟ آقا اختیار با ما نبود دکتر رادمنش خیلی از تعجب نباید باشد که دولت شوروی میگوید من به این نهزت با حسن نیت نگاه می کنم. یک سیاستمدار نباید از این صحبت تعجبی بکند ما بایستی قبل از وقوع هر حادثه چاره کار را می اندشیدیم. شما وقتی یک ابتهاج میگذارید در رأس شهرداری و میگذارید که به قدری قدرت پیدا کند که قدرتش از نخست وزیر هم تجاوز کند تازه بعد هم که یک نخست وزیر شجاعی پیدا می شود و در رأس شهرداری می و او را اخراج میکند تازه برایش حکم مدیری کلی صادر میکنید با چهار ماه مرخصی یا میروید توی بازار و مردم را وا می دارید که به نفع ابتهاج تظاهر بکنند یا وقتی یک سرلشکر ارفعی را میگذاری در رأس ستاد چطور انتظار دارید سربازان و افسران ما فداکار باشند این نیست آقا نمی شود محال است آن هم به طوری قدرت داشته باشد که حتی نخست وزیر و وزیر جنگ کشور هم نتوانند او را تکان بدهند این صحیح نیست این درست نیست این خطاهاست که ما را امروز توی چاه انداخته است دکتر کشاورز رئیس الوزرا خواست او را برکنار کند اما نتوانست کامبخش او از جای دیگر تقویت شده است دکتر رادمنش خلاصه به آقایان عرض کردم که بایستی دستگاه حاکمه از عناصر فاسد از عناصر استفاده جو شود این را بایستی فوری عمل کرد نه اینکه هی امروز و فردا و پس فردا بکنیم نه خیر بایستی در عرض یک روز صد نفر از این افراد را که واقعا تمام مملکت می اینها فاسدند دستشان را بگیرند بیرون بکنند یک روز صلاح بود که این دوزها بر سر کار باشند ولی امروز صلاح این است که دستشان از کار مملکت کوتاه باشد فداکار آن وقت مجلس از اکثریت نیفتد دکتر رادمنش دولت حکیمی عوض تمام این اصلاحات پرداخت به مبادله یک سلسله یادداشت و به نمایندگان در پایتخت انگلستان و آمریکا و فرانسه دستور داده تا بر علیه نهضت آذربایجان اقدامی بکنند اگر عوض اینها از راه منطقی یک مذاکراتی با همسایه شمالی می کردند آیا بهتر نبود یعنی که نفت را میدادیم و استقلال آذربایجان را هم تضمین می کردیم آقای تقیزاده در یک کشور خارجی حکایت گلستان یادشان آمده بود واقعا یک مرد سیاسی در چنین موقعی که کشورش گیر است به هیچ وجه نباید این کار را بکند این صحیح نیست شما میخواهید با همسایه شمالی نزدیک بشوید آیا کسی که میخواهد نزدیک بشود فوش هم میدهد نه سرنیزه را زیر گلویش میبیند و میگوید باریکلا این عبارت توی پرانتز بود در این یادداشت ها همیشه سعی شده است که بگویند مسئله آذربایجان مربوط به روس هاست و دولت شوروی را متجاوز قلم داد کنند توی پرانتز اختیار دارید حکومت استانی نسبت به نهزت آذربایجان فقط حسن نظر داشت پرانتز بسته حالا هم این کارها را کردیم و منتظر هستیم که انجمن مسکو برای ما تصمیم بگیرد اگر انجمن مسکو تصمیم نگرفت آن وقت آقای حکیمی میروند منتظر انجمن ملل متفق می شوند فقط هفت هشت ماه که طول کشید آن وقت مسئله آذربایجان جز به تاریخ می شود بنده در زندان بودم یک آدمی آنجا بود دیدم خیلی آدم خوش مشربی هست یک روز نشست شروع کرد به صحبت کردن برای من گفتم برای چه تو را گرفتن؟ گفت هیچ من یک روزی در قهوه خانه بودم مست بودم در حال مستی حرف زدم حالا چه حرفی زده کاری ندارم گفتم حالا چند ماه است که در اینجا هستی؟ گفت هجده ماه گفتم برای خلاصی خودت چه اقدامی میکنی؟ گفت همه چیز یک کاغذ نوشتم به رئیس آگاهی صبر میکنم ببینم جوابش چه میشود اگر جواب داد که داد اگر نداد مینویسم به رئیس شهربانی اگر او هم جواب نداد صبر می کنم تا رئیس شهربانی عوض شود تا قیامت که این رئیس شهربانی سرپستش نخواهد بود من دیدم آن مرد نقشهی که برای خلاصی خودش کشیده است هفت هشت سال طول دارد حالا کار آقای حکیمی هم در مورد قضیه کشور بیشباهت به کار آن مرد نیست پس بنابراین با فرقه دموکرات بایستی کنار آمد و مسئله آذربایجان را یک امر داخلی تلقی کرد و آن را حل کرد بایستی انتظار نداشت که دیگران برای خاطر آذربایجان تو سر کله یکدیگر بزنند اگر برای بنای واحد جغرافیای ایران مستلزم باشد که در قانون اساسی هم تغییر داده شود باید تغییر داد و مجلس مؤسسان دعوت کرد و تکان خورد تا تکان نخوریم زنده باقی نخواهیم ما بنابراین بنده راجب به آذربایجان اینطور تجزیه و تحلیل کردم که بایستی نه فقط درخواست های فرقه دموکرات را پذیرفت بلکه بایستی نظیر این درخواست را برای تمام مردم ایران و برای همه ایالت ایران در نظر گرفت در غیر این صورت والا هیچ کار دیگری به صلاح مملکت نیست این بود خلاصه ای از اظهارات آقای دکتر رادمنش در مورد آذربایجان و اکنون ببینیم حقایق مربوط به آذربایجان چه بود باج نفت آنچه که می توانم در این زمانه به اختصار درباره در آذربایجان بگویم این است اول اینکه در طول تاریخ حیات سیاسی این مملکت یعنی از روزی که توانستیم با کشورهای همسایه مراودات سیاسی و اقتصادی داشته باشیم همیشه و یا اکثر اوقات گرفتار بلایای زیرزمینی بودیم و یا به عبارتی این به خاطر تلاهای زیرزمینی بود که آدمیان روی زمین مدام در اضطراب و پریشانی و نومیدی به سر می بردن. و این پریشانی و اضطراب همیشه هنگامی اوج می گرفت که مملکت ما گرفتار اقتشاشات داخلی می شد و حکومت های مرکزی به دلیل عوامل گوناگون دچار ضعف و تزلزل می گشتن. و درست در همین لحظات جدال آدمیان روی زمین به خاطر دست به طلاهای زیر زمین آغاز می گشت و چه بلاها که آدمیان روی زمین از این جدال های مهیب نمی کشیدن. شهریور 1320 مظهر وجودی یکی از این بلاها بود. قوای بیگانه در سرزمین ما به عنوان پل پیروزی بیتوده کرده بود و آنچه که توانستند، از انواع منابع زمینی تقضیه نمودند و دست آخر نیز بلایی به نام بلای زیرزمینی را بر ما نازل کردند. جنگ بین الملل دوم فرصتی بود از برای حکومت استالینی تا علاوه بر امتیازات دیگر در بلادهای دیگر امتیاز نفت شمال را نیز به زور از بلاد ما بستاند. دلیل موجه آنان در مورد این اعمال زور امتیاز نفت جنوب بود زیرا همسایه شمالی ما مدت ها بود که دنبال فرصت می گشت تا مثل همسایه جنوبی یعنی انگلیس از خان گسترده بیدریقی نصیب ببرد. منتها روزها هنگامی بلوای نفت را علم کرده بودند که مجلس سیزدهم و چهاردهم شورای ملی در صدد بود به هر وسیله که هست درباره قرارداد فیما بین نفت جنوب با انگلیس نیز تجدید نظر نماید و درست در این گیدودارها بود که روزها هم از فرصت جنگ بین الملل دوم و, و همچنین وجود قوای خود در ایران استفاده کرده و تقاضای دریافت امتیاز نفت شمال را مطرح کرده بودم. بنا به همین نظر معاون وزارت امور خارجه شوروی به ایران آمد که تا شاید بتواند از دولت ساعد امتیاز نفت شمال را بگیرد اما نه دولت ساعد و نه مجلس چهاردهم چون که قبلا نیز بدان اشاره کرده بودم زیر بار این تقاضا نرفتم نتیجه چه شد معلوم است کشورهای زورمند هر آینه نتوانند باج خیش را از طریق روابط دیپلماسی از کشورهای ضعیف بستانند دست به تهدید و ارعاب و حتی در صورت ضرورت به اعمال زور و ایجاد بلوا میزنند و بدین گونه است که ما هرگز نمیتوانیم مسئله آذربایجان را از نفت شمال جدا بدانیم چنانکه که مشروطیت ایران را نیز به دشواری میتوان از کشمکش های نفت جنوب جدا دانست برای اثبات این امر و برای ریشخند به اصل نهزت دموکراتیک فرقه دموکراتیک آذربایجان کافی است این حقیقت مطلق را باور بداریم که ماجرای نفت شمال چنان به بلوای آذربایجان میخته بود که تا قوام السلطنه با نیرنگ بوی نفت را به دماغ کاخنشینان کرملین کرملی نزدیک نکرد پشتیبانی و یا به قول دکتر رادمنش حسن نظر حکومت استرالینی از بلوای آذربایجان قطع نگردید و بگذاریم که عدم سیاست قاطع قوام و سلطنه تدبیر آلوده به نیرنگ و حیله او بعدها چلان کار به دست دولت های ایران داد که در واقع یک نسل کفاره این تدبیر نادرست قوام و را به بدترین نحو پرداخت و این درست همان سیاستی است که من بارها محکومش کردم و خود قوام و سلطنه و, و انصارش همه جا از این سیاست زشت به عنوان یک عمل بزرگ و متحورانه یاد کرده اند. حال که با این مقدمه آشنا شدید اکنون بهتر است ببینیم مهره های پایین چورکه و این عروسک های شب بازی در ایالت آذربایجان مشغول به چه کاری بودن؟ وحشی ها و وحشت روز چهارم آبان ماه 1324 حمله فدائیان فرقه دموکرات به پادگان نظامی شروع شد و پیش از همه میانه به تصرف دموکرات ها در با این ضربت اول دولت مرکزی آگاه شد که کار از حدود میتینگ ها و تظاهرات گذشته و فدایان فرقه با اسلحه هایی که توسط دست های نامرئی برای آنان پخش می شود عملا شروع به جنگ کرده اند. به همین دلیل طبق دستور نخست وزیر وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش ایران با وابسته نظامی سفارت شوروی در ایران تماس گرفته و با آنان میگویند که یک ستون از قوای ایران برای حفظ امنیت آذربایجان مصمم به حرکت به آن ایالت هستند خواهش میکنیم جریان این حرکت را برای آگاهی قشون شوروی به مقامات مربوطه اطلاع بدهید وابسته نظامی سفارت به آقایان میگوید که من پکام شما را به فرماندهی کل قوای شوروی در ایران که در قزوین سکونت دارد خواهم رساند و نتیجه را بعدا به مقامات ارتش اطلاع خواهم داد اوضا چنان تیره و بحرانی بود که دولت مرکزی تصمیم گرفت هرچه زودتر قوای ایران را به آذربایجان نزدیک کند و حتی شاید مقامات مسئول ایران به این فکر افتاده بودند که برای حفظ امنیت در استان آذربایجان که حق مسلم ایران است چرا بایستی از همسایه شمالی اجازه گرفت و شاید مجموع این قرائن و حقوق سبب شده بود که اصر روز 27 آبان ماه یک ستون از قوای ایران بدون دریافت نظریات مقامات شوروی به طرف قزوین حرکت کردند ولی روز 29 آبان ماه انگامی که قوای امدادی به شریف آباد رسید مواجه با مقاومت لشکر زرهی شوروی شد سرهنگ اسمیرنوف، نماینده فرماندهی نیروی شوروی در ایران همان روز فرمانده ستون اعزامی ایران را ملاقات کرد و صریحا به وی اختار نمود که عمل ارتش ایران در این مورد یک عمل خسمانه نسبت به نیروی شوروی است و باید حد اکثر تا دو ساعت دیگر به طرف تهران عقب نشینی نمایید. من نمیفهمم این جناب دکتر رادمنش این آقا که مسائل را رئالیستی بررسی می کرد چطور در مجلس در کنار گوش من و دیگران فریاد میکشید که مسئله آذربایجان یک مسئله داخلی است و باید در داخل ایران حل و فصل بشود آیا با چنان اختار سریح و بی پرده سرهنگ اسمیرنوف مسئله آذربایجان می تواند یک مسئله داخلی بوده و توسط دولت ایران حل و فصل بشود بگذاریم فدایان یعنی فرقه با خیال راحت شب بیست و پنجم آبان ماه به سراب ریختند و پادگان آنجا را آتش زده و صدفان یکم زیا مهر و هفده نفر را به بیابان بردند و آنها را در حالی که زنده بودند با قصاوت وحشیانه ای قطع قطع کردن. به دین ترتیب شهرها یکی پس از دیگری سقوط می کرد و فدایان فرقه در هر شهر چنان کشتار و رعب و وحشتی ایجاد میکردند که خبرهای حراسنگیز آن به شهرهای مجاور نیز برسد تا تصرف آن شهر نیز به سهولت امکان پذیر بشود. مثلا وقتی به مراقه رسیدم، اول از همه فرماندار شهر را کشتند یا در مشکین شهر چنان کشت و کشتاری انجام دادند که انکاس آن مرکزیان را به شدت از جا تکان داد آنها پس از دستگیری سطفان یکم اردبیلی آنقدر گلوله به تن او شلی کرده بودند که به هنگام دفن جنازه ی وی کسی نتوانست عمل قسل و یا انجام مراسم مذهبی را به جا بیاورد سروان ادیب امینی افسر اشایر مشکین شهر را چندین کیلومتر از شهر دور کردند و پس از آن که او را به طرز وحشتناکی مقتول ساختند به خاطر انگشتر طلایی که در دست مقتول بود انگشتش را قطع کردند و چندین افسر دیگر را پس از کشتن چنان دفن کردند که پاهاشان در هوا بود فرقه دموکرات آذربایجان تحت رهبری قوای خارجی چنان این ضربات را سریع و وحشیانه و پی در پی فرود می که بتواند ترس زودتر یعنی قبل از خروج قوای شوروی از ایران از آن همه جنگ اعصاب و ایجاد ترور و وحشت بهره برداری کرده با مرکز عملا و با دست پر وارد معامله بشود برای آنکه بدانید ایجاد این همه جنگ اعصاب و ترور و وحشت تا چه حد و به چه دلیل در تحت حمایت چه عواملی بود حادثه زیر را از قول یک آدم مطلع برای شما نقل می کنم. چند سال پس از ماجرای آذربایجان هنگامی که من رئیس کل شهربانی کشور بودم یک روز یک مأمور معروف و ارشدی که وارد و حتی در مواردی ناظر این ماجرای دلخراش بود برای من چنین تعریف کرد عدل الدوله کبیری روز بیست و نهم مرداد ما ادهی توفنگچی با خود به مراقا آورده و ضمن توقیف ادهی از مالکین و متنفذین شهر به مقامات مسئول نیز اختار کرده بود که چون ارتش خلق تشکیل شده است لذا دیگر احتیاجی به قوای نظامی نیست و بهتر از پادگان ها تسلیم بشوند. معمولین نظامی این شخص را توقیف کرده و خواستن به تبریز بفرستند اما کماندانی شوروی ممانعت کرد. مدتی گذشت تا آنکه یک شب یه یا سالار فرماندار شهر و سرهنگ دوم معین آزاد رئیس ایلخی و رئیس انتظامات شهر به ظاهر برای انجام پاره ای مذاکرات به کماندانی دعوت شدند. آن شب معلوم نشد چه در کماندانی شوروی گذشت ولی هنگام مراجعت ناگهان این دو موجود بیگناه از پشت توسط گماشتگان کماندانی روسیه هدف گلوله قرار گرفتند و فرماندار جا به جا فوت کرد. اما سرهنگ با این آزاد که مجروح شده بود توسط معمولین کبیری یعنی همان فرمانده ارتش خلق در مراقع دستگیر و در طویله ای زندانی شد و پس از چند روز او را به شیروان برده به قتل رساندند و جنازهش را در چاه انداختند و اما خادم را ببینید که چگونه به مخدوم پیش خدمت کرد بیچاره ما این آزاد وقتی در آن نیمه شب هدف گلوله قرار گرفت فورا با همان حال نظار وسیعتنامه ای عنوان وسیعت خطاب به همسرش نوشت و آن را به دست یک استواری که سالها وی را مورد محبتش قرار داده بود تحویل نمود و به او سوگند داد تا به هر وسیله ای هست آن نام را به دست همسرش برساند اما استوار مزبور پس از مطالعه نامه برخلاف قول و سوگندی که به فرمانده خود داده بود نامه را به بیگانه تسلیم کرد تا شاید در آن دوره وانفسا او هم به خاطر خیانتی که به مخدوم خیش کرده است به علوفه ای برسد این که در آن دوره کوتاه به جاه و مقامی رسید یا نه به درستی معلوم نیست اما این را می دانم پس از رفع قائله آذربایجان این راز چندشاور نیز ضمن بازجویی از آن استوار از پرده بیرون افتاد که از ماست که بر ماست جنگ خونین بر تقدیر 22 آذر ماه 1324 طی قراردادی که سرتیب درخشانی فرمانده لشکر آذربایجان با پیشوری منعقد کرده بود لشکر آذربایجان تسلیم فرقه دموکرات شد و مرکز نیز بلافاصله قوای رضاییه و اردبیل را از لشکر سوم یا بهتر بگویم از لشکر تسلیم شده سوم جدا کرد و رهبری این دو نیرو را ستاد فرماندهی کل مستقیما به عهده گرفت من پیش از این اشاره کرده بودم که قبل از تسلیم شدن لشکر سوم فرماندهی همه قوای موجود در استانهای سوم و چهارم با سرتیب درخشانی فرمانده لشکر سوم آذربایجان بود اما وقتی ایشان به مرکز پیام فرستادند که تسلیم به هز جنگ و جدال است ناچار قوای اردبیل و رضایی از حیطه اقتدار این آقای فرمانده جدا گشت و آن دو نیرو مخصوصا تیپ رضایی چنان رشادت و همت و شجاعتی در نبرد با ارتش خلق از خودشم نشان داد که به عقیده من در تاریخ جنگ های و کوچک بومی در این بیست ساله اخیر بینظیر بود شجاعت این آدم های مصمم را می توان به نفع منطقی تفسیر کرد و دلایل آن را به سهولت شناخت آنچه که من در آن روزگار از قول ادهی از آدم های با حقیقت و آشنا با اوزا شنیدم این بود که این سربازها و افسران در واقع تحریک شده خود پیشوری و اعوان و انصار او بودند چرا برای آنکه فرقه دموکرات به منظور ایجاد رعب و حراس در منطقه آذربایجان و به جهت پیروزی سریع در نبرد و سپس با دست پر بر روی میز معامله نشستم چنان کشت و از سربازان و مردم بیگناه راه انداخته بودند که حد نداشت با این کیفیت دلاوران رضایی که سرنوشت سایر همکاران و هم ردیفان خیش را در شهرهای دیگر آذربایجان میشنیدند چاره جز اتخاذ یک تصمیم نداشتند و آن تصمیم نیز این بود کشتن به خاطر کشته نشدن تیب رضایی وقتی از سرنوشت شوم پادگانهای سایر شهرهای آذربایجان آگاه شد وقتی قول شوم سرنوشت را در چند قدمی خود احساس کرد وقتی که دید آنها با سربازانی که پرچم سفید صلح در دست گرفتند چه رفتاری می وقتی دید که پلها در قفا شکسته است و اگر راه باریکی برای رهایی از چنگ این قول شوم وجود دارد همان راه نبرد است به نبرد ادامه داد و این عجب که ارتش خلق میکشت تا زنده های دیگر از نعش های قطع قطعه شده بترسند و پا به گریز بگذارند اما نمیدانست که ممکن است روزی رؤیت این نعش ها چنان نیرویی به زنده ها بدهد و چنان خشمی نسبت به جلادان ایجاد نماید که زنده ها به خاطر زنده ماندن و به خاطر انتقام گرفتن از این کشتارهای بیغساس دست به مبارزه افسانه ای و غیر منتظره بزنند و تیپ رضایی چنین کرد من روز 29 آذر ماه از یک افسر ارشد شنیدم که تیپ رضایی پس از چندین ساعت جنگ شبانه روزی توانست در حدود 2000 نفر از افراد مسلح فرقه را که برای تصرف تیپ رضایی آمده بودند نابود کند و فقط 250 نفر تلفات بدهد این تیپ تا توانست علیه قوای مهاجم جنگید وقتی هم که مستعصل شد همه مهمات تیپ را نابود کرد تا اسلحه به دست دشمنان نیفتد قابل توجه فرمانده سابق لشکر آذربایجان نطفه حرام روز چهارشنبه 21 آذر ماه 1324 مجلس دولت جمهوری آذربایجان تشکیل شد و شبستری به ریاست مجلس انتخاب گردید. درست در همان روز، یعنی روز 21 آذر، نمایندگان این مجلس پیشنهاد نمودند که دولت هر چه زودتر تشکیل و به مجلس معرفی بشود. دولت هم در بعد از ظهر همان روز به ریاست پیشوری تشکیل شد و وزرا به این ترتیب به مجلس معرفی شدند. سید جعفر پیشوری نخست وزیر دکتر سلام الله جاوید وزیر داخله جعفر کاویان وزیر جنگ دکتر محتاش وزیر کشاورزی محمد بیریا وزیر فرهنگ دکتر اورنگی وزیر بهداری غلامرضا الهامی وزیر دارایی یوسف عظیمی وزیر دادگستری کبیری وزیر پست و تلگراف و تلفن رضا رسولی وزیر تجارت و اقتصاد زمنان وزارت کار را خود پیشوری تا تعیین وزیر کار به عهده گرفت و با پیشنهاد و تصویب همان مجلس دولت جمهوری آذربایجان زین العابدین قیامی را به عنوان ریاست دیوان تمیز و فریدون ابراهیمی به سمت داستان کل آذربایجان منصوب و شروع به کار کردند گردش چرخ فلک را میبینید این مرد این پیشوری که روزگاری با هزاران بیم و امید و با تشویش و آرزو انتظار میکشید که اعتبارنامهاش در چهارمین مجلس شورای ملی ایران تصویب و پذیرفته بشود اکنون رئیس دولت جمهور آذربایجان شده بود آن همچه دولتی وزرایش بیش از وزرای دولت سرتاسری مملکت محروسه و تعداد وزارتخانههایش بیشتر این را میگویند برطرف کردن عقده راستی اگر اعتبارنامه این پیشوری در مجلس تصویب میشد و او بر کرسی وکالت چهاردهمین مجلس شورای ملی ایران تکیه میزد چه میشد مگر آنها و حتی اکثریت وکلایی که از طرف مردم آذربایجان به نمایندگی انتخاب و در مجلس چهاردهم نشسته بودند چیزی از او کم یا بیش داشتند مگر طرز انتخاب آنها با پیشوری فرق داشت اگر شرط بود که مست را بگیرن چرا همه را نگرفتند؟ چرا فقط با اصرار در بخالفت اعتبارنامه یک نفر عقده ها را رفع کردم؟ حالا که مسئله ایجاد عقده و رفع عقده در میان است چرا سگ جعفر پیشوری قدم پیش نگذارد؟ حتی پیشتر از آنچه که باید متصور بود؟ مثلا دولت مرکزی ایران که هیچ چرا بایستی اعضای فعال و مقتدر حزب توده را قبول داشته باشد اعضایی که به عقیده او آدم های توخالی، ترسو و بیلیاقت هستند. پس فرق بین من که پیشوری هستم با این آدم ها چیست؟ هیچ فقط بعضی از آنها دکتر و استاد دانشگاه هستند و من نیستم و بعضی دیگرشان از قدیم و ندیم با مسلک کمونیستی آشنایی داشته و اهل بحث و تئوری هستند و من نیستم و بعضی ها هم دارند نان گذشتهشان را میخورند و من نمیخورم وانگهی بحث و تئوری در روزگاری که به قول دکتر رادمنش میتوان از امکانات و موقعیت جهانی استفاده کرد چه به درد کارگردانان جهان نمایش دولتهای دموکراتیک میخورد باید قدم پیش و حتی پیشتر گذاشت و طرح و نقشه ارباب پسندی پیدا کرد و آس را به زمین کوبی وکالت نشد وزارت وزارت نشد صدارت باید داد از کهتر و مهتر باز ستاند باید خود من به تنهایی صاحب خیلی از وکلا و وزرا باشم باید خودم به تنهایی صدها قزلباش و وطنداش و فدایی و از این حرفا داشته باشم باید خودم به تنهایی صاحب ده ها نفر جنرال باشم مثلا جنرال کاویان جنرال کبیری جنرال دانشیان جنرال پناهیان جنرال آذر جنرال عظیمی به نظر این همه جنرال جنرال میلانیان جنرال نوایی مگر اینها چه عیب دارند اگر فلواقع جنرال نیستم باشد خودم جنرالشان میکنم زرق و برق و آلافولوف ندارم خوب صاحب زرق و برقشان میکنم بلوف بلد نیستن بزنم خودم یادشان میدهم توی پرانتز اگرچه ماشاءالله همشون صاحب استعداد هستم پرانتز بسته مثلا با آنها یاد میدهم که هم بگی یک صدا بگویند اولمک وارد دنمک یخدار یعنی مرکز و بازگشت نیست میگویید ممکن است بعدها تو زرد در بیایم پشت به جبهه کرده و رو به سوراخها فرار بکنم آخر کار را کی دیده تازه فرار بکنم اهمیت اینها که از اهمیت بعضی از واکسیل بندهای مملکت محروس بیشتر نیست مگر آنها در سوم شهری بر ما سینه سپر کردند ای بابا آدمی فراموشکار است اگر کار ما گرفت و گذاشتند آب راحت از گلویمان پایین برود که فردا خواهند گفت همه ما هم من و هم این جنرال ها قهرمانان دوران و نوابق عالم بودیم و تقدیر شنیم بود که به دلیل نبوغ و شجاعت خود قهرمانان بزرگ و جاودانه تاریخ ایران بشویم اگر نه چند سباهی لعنت و تو و دشنام را تحمل خواهیم کرد بعد هم همه چیز فراموش می شود بشر فراموشکار است. و بدین گونه دولت جمهوری آذربایجان به مسابه یک نطفه حرام در جوار دولت مرکزی ایران و در زهدان مادری مشوش و ناامن بسته شد و با مکیدن خون مادر و نابود کردن تدریجی آن به رشد خود کمک کرد. اما شاید این تنها نطفه ای از نوزاد بود که از نطفگی دایه داشت و چه دایه خشن و مادرکشی روسیه محبت دایه ها درست در بحرانی ترین لحظات کشمکش فیما بین دولت مرکزی ایران و کارگردانان فرقه دموکرات آذربایجان ناگهان سه دولت بزرگ متفق که هنوز قوای آنان در خاک ما به سر می بردم. تصمیم گرفتم که کمیسیونی مرکب از نمایندگان تامل اختیار خود در مسکو تشکیل داده و بدون حضور نمایندگان یا نماینده ایران به مشکل دولت ایران در مورد تزیزیه آذربایجان فیصله بدهند. محبت این هزارات چنان بیدریق و نابهنگام بود که حتی دولت وقت نیز به ناچار و بدون در نظر گرفتن فریادهای اعتراض نمایندگان چهاردهمین مجلس شورای ملی چشم امید به این کمیسیون غیرمنتظره دوخته بود کمیسیونی که تا حدودی بدون خبر دولت ایران ولی ظاهرا به خاطر کشور ایران تشکیل شده بود اما چیزی نگذشت که همه کس دانست بیگانگان علل معمول بیگانگی کرده و در مورد سرنوشت کشوری که به قهر اشغالش کرده بودند با هم به قمار نشسته و هر یک سعی می کردند در زیر الفاظ رنگین و مهرنگیز توشه ای و تکه ای از آن را به دندان بگیرند درست مثل قرارداد 1919 با همه عبارات و کلمات فریبندهش اجازه بدهید نخست متن این قرارداد عجیب و غیرمنتظره را در اختیار شما بگذارم بعد برویم سر مطلب کمیسیون دوبل سگانه معمور رسیدگی به امور مربوط به ایران دوبل بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده ای آمریکا با تشکیل کمیسیون سگانه برای رسیدگی به مسائل ایران موافقت حاصل کرد و این موافقت را به دولت ایران جهت موافقت نظر آن دولت ابلاغ می دارد. یک کمیسیون نامبرده برای شروع به امر باید این موضوع را مد نظر قرار دهد ده که در طی اقامت قشون متفقین در ایران تشکیلات اقتصادی ایران و تشکیلات اداری دولتی دچار دو اختلال گردیده و اشکالاتی فی بین دولت مرکزی و اهالی بعضی از ایالات رخ داده است. سه دولت نامبرده تصدیق می نمایند. که ممکن است مسئولیت این وضع تا حدی متوجه آنها باشد بنابراین باید سعی نمایند چقدر هم سعی کردند که با دولت ایران در تجدید استقرار اوضاع عادی به نحوی که مورد رضایت کلیه عناصر مختلفه اهالی مملکت باشد و نیز در حفظ روابط دوستانه با سایر ممالک مساعدت کنند دو از لحاظ رفع بیم دولت ایران و موجبات استکاک بین المللی کمیسیون باید نسبت به این موضوع که در تخلیه قبای متفقین از ایران حد دل امکان تسریع شود رسیدگی نماید و توصیه های مقتضی به سه دولت بنماید. سه کمیسیون باید مراتب زیر را مد نظر قرار بدهد. الف تعهدی را که بریتانیای کبیر و روسیه سوویت یعنی شوروی در ضمن پیمان مورخ ژانویه 1942 دائر بر رعایت استقلال سیاسی و حق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران نمودند. ب. اعلامیه صادره در طی کنفرانس تهران راجع به ایران از طرف روزولت رئیس جمهور و استالین ژنرالیسم و چرچیل چهار از لحاظ حل و فصل مشکلات موجوده بین دولت مرکزی ایران و بعضی از ایالات کشور کمیسیون در تأسیس انجمنهای ایالتی و ولایتی طبق مقررات مشروطیت ایران به آن دولت مشورت داده و کمک خواهد نمود توی پرانتز دخالت غیر مستقیم که می کردند حالا این هم دخالت مستقیم پرانتز بسته پنج. توصیه های کمیسیون توی پرانتز که قبل از پیشنهاد به دولت ایران باید مورد تصویب سه دولت واقع شود پرانتز بسته باید شامل کلیه کشور ایران به انضمام آذربایجان بوده باشد 6 قوانین موجوده که مقررات مربوط به مشروطیت را در باب انجمنهای ایالتی و ولایتی تشریح و تفصیل می‌نماید باید معخذ و مبدع قرار گیرد لیکن کمیسیون اصلاحاتی را که مخصوصا در قسمت انتخابات انجمنهای محلی و اختیارات و وظایف انجمنهای مزبور و طریقه مربوط به تدارک وجوه جهت آن انجمنها به نظر لازم میرسد توصیه خواهد نمود توی پرانتز درست توجه میکنید یا نه یعنی دخالت حتی در قوانین یک کشور ضعیف و اشغال شده هفت کمیسیون نیز توصیه هایی در باب استعمال زبان های اقلیت از قبیل عربی و کردی و ترکی به طور آزاد جهت تعلیم و منظورهای دیگر خواهد نمود توی پرانتز این را میگویند دوم خروس هشت کمیسیون با دولت ایران و نمایندگان کلی عناصر مختلفه کدام عناصر مختلفه در طریقه تنظیم توصیه های خود با تماس نزدیک مشاوره خواهد نمود نه سه دولت نام برده کامل خود را به کار خواهند برد چه نوع بهتر از سرنیسه دولت ایران را متقاعد سازند توصیه هایی را که کمیسیون پیشنهاد می نماید به صورت قانون درآورده آنها را به موقع اجرا بگذارد باریکلا ده کمیسیون هیچ نوع توصیه ای نخواهد نمود که باعث تضعیف وحدت اساسی دولت ایران کرد. یازده اولین انتخابات ایالتی و ولایتی باید تحت نظر کمیسیون انجام گیرد. توی پرانتز یاروها فراموش کرده بودند که در ماده قبلی وعده داده بودند که هیچ کنه توصیه که باعث تضعیف وحدت اساسی ایران گردد به عمل نخواهند آورد. زیر نیم کاسه تا یادم نرفته بگویم که در همان هنگام نیز بود که نجم الملک وزیر امور خارجی دومین کابینه حکیمی مدام در این تلاش بود که کار را بکشاند به سازمان ملل و کشور ایران را از چنگ سه بی بیمنطق و بیره نجات بدهد و اما ببینیم در زیر این کاسی رنگین چه نهفته بود اجازه بدهید برای تفسیر این قضایی کمی به عقب برگردیم همونطور که ما در مجلس چهاردهم یک گروه اقلیت تندوتیز داشتیم به نام فراکسیون حزب توده یک گروه مشخص افراطی هم داشتیم که معروف به دست راسی ها بودن فرق این دو گروه این بود که دست چپی ها از اینکه هوادار سیاست شوروی هستند حاشانه می کردن. اما دست راستی ها در حینی که برای وطن سینه چاک می کردند شبانه با کعبه خود انگلیس راز و لازها داشتم و نبرد این دو گروه نیز با یکدیگر عجیب بود یعنی وقتی دست راستی ها پشت تریبون فریاد میکشیدند که ای وای آذربایجان از دست رفت بلافاصله دست چپی ها هم یورش می آوردن که در جنوب چه خبرهایی هست حال در جنوب چه خبر بود؟ درست انگامی که دسته دست از افسران ما برای ترفیع درجه و به فریب هزاران وعده دیگر به سوی آذربایجان فرار می کردن. در مجلس شورا گاه بیگاه زمزمه از این بود که در جنوب ایران دستهای مخفی مشغول پخش اسلحه در بین عناصر مشکوک هستند من به همین جهت آن قولنامه کمیسیون دول سگانه را پیش آوردم تا خوب حواستان جمع باشد که بدانید در پشت پرده حضرات مشغول چه تدارکاتی بودند قرار نشان میداد که در واقع کمیسیون دوبال سگانه چیزی جز کمیسیون فیما بین روس و انگلیس نبود. آن یکی هم نشسته بود و این دوتای دیگر را تماشا و گاه هم فوتشان می کرد. که گرمشان نشود. بله قرار نشان میداد که باز موش و گربه با هم ساخته اند. منتها یکی از طرف این نکته ای را به دندان داشت و با دست پر روی میز قمار نشسته بود و آن دیگری که قفلت کرده بود اینک میزد که هرچه سریعتر نکته ای را هم او به دندان بگیرد تا از حریف عقب نماند و به این جهت است که به فاصلی چند هفته ناگهان میبینیم که در جنوب نیز صحبت از پخش اسلحه و ایجاد خودمختاری به میان آمده است و به همین دلیل است که در قرارداد دول سگانه صحبت از انجمنهای ایالتی و ولایتی و همچنین صحبت از تعلیم زبانهای ترکی و عربی و کردی نیز پیش کشیده شده است و باز به دلیل همین سرعت انتقال است که میبینیم آقا موشه به گربه تما در آن قرارداد امتیاز داده تا دوبل سگان علاوه بر دولت ایران با عناصر مختلف نیز به مشاوره بپردازم و این عناصر مختلف کیا بودند یکیشان معلوم بود سید جعفر پیشوری و دار و دسته این از شمال اما جنوب کی خب معلوم است حضرات قشقایی ها